دوستان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی بهتر، شادتر، موفقتر در انتظار شما باشه. طوفان آمد و رفت، ولی خطر بزرگ، طرف گفت که بله، اون قسمت باد و طوفانش رفت، ولی قسمت بارون و سیلش هنوز اینجا است و همین الان که با شما صحبت میکنم چنان بارون اینجا میاد که آب که میخوره زمین رو بارون رو آب قبلی، قشنگ یه سی اینچ که دروغه، یه 12 اینچی میاد بالا. و قبل از برنامه من برنامه دوستان بود از کانون آوا، بسیار متشکرم از این دوستان، آقای عیسی آزاده و آقای قربان‌علی حسین نژاد، که احتمالا تا 1-2 ساعت دیگه ویدیوی اونها به صورت بایگانی در کانون آوا میمونه. ما روزای دوشنبه ساعت 2:30 با آقای مرتضوی برنامه داریم. آقای مرتضوی هنوز قبول نکرده که ما اینجا دست تنها هستیم و کارها رو از قبل ردیف میکنیم که بتونیم سر ساعت با دوستان باشیم. یه دفعه 2 ساعت قبل از برنامه میگه من امروز با اسکایپ نمیام، با تلفن میام. امروز با تلفن نمیام، با اسکایپ میام. و براش نوشتم که من برنامه زنده داشتم، سعی میکنم با تلفن. سیستم ما دیگه مثل قدیم نیست که این تلفن رو میز باشه. تلفن و فاکس و اینها رفت دیگه، شد مال قرن 20 و باید از این وسایل جدید، سیسکو و گو تو میتینگ و نمیدونم اسکایپ و اینها استفاده کرد. متاسفانه دوستان خودشون رو به اصطلاح ابلیگیت یا مقید نمی کنن که من امروز برنامه دارم 2:30، خب صبح نرم بیرون، میرن کارشون انجام میدن. یادمه این آقای مرتضوی با سعید کاووسی برنامه میذاشت، سعید کاووسی مینشست تو ماشینش برنامه اجرا میکرد. به نظر من این بی احترامیه به بینندگان. درسته که بله، زده کنار توی پارکینگی از وقت خودش داره برای شما میذاره، ولی گفته خب باری به هر جهت میریم یه برنامه اجرا میکنم. کارمون خیلی خرابه، راه دراز و طولانی در پیش داریم، ولی به قول آقای لادن به ما میگه همگام، باید همگام با هم این راه طولانی رو قدم به قدم جلو بیریم. اتفاقا آقای لادن روز جمعه اینجا مهمون ما بودن و 2 ساعت با هم بودیم، برنامه داشتیم و صحبت هایی کردن، خاطرات زندان و اینها رو گفتن. یه دوستی امروز قبل از برنامه زنگ زد، قبل از برنامه کانون آوا، و گفت که آقای صوبی، من هم زندان شاه بودم هم زندان شیخ، ماشاءالله این دیکتاتورای ما همشون زندان دارن. و گفت که آقای لادن تعریف کرده که صدای شلیک و اینها، و ایشون اصطلاح میدونسته که امشب چه کسی رو اعدام کردن، چه کسی رو کشتن و فلان اینها. ایشون توضیح میداد که ضمن این که احترام میذارم با آقای لادن و درد ایشون رو میفهمم، همچین بلایی سر ما هم می آوردن و بعضی وقتا صدای شکنجه، حالا این شکنجه ها نمیخواست بگه که آخوندها شکنجه نمی کنن یا شاه ساواک شکنجه نکرده یا اعدام نکرده، میگفت بعضی وقتا اینها رو برای ترسوندن طرف استفاده میکنن، ضمن این که خب به اصطلاح سابقه دیکتاتوری شاه و شیخ هر دو بد و بدتر یا ننگین و ننگینتر هست. در هر صورت نمیدونم، روزگار غریبی است، چه باید کرد رو هنوز نمیدونم. روز جمعه من اشتباهی گفتم دوستی که جمعه برنامه داره، در صورتی که دوستی که چهارشنبه برنامه داره از خلیج فارس، وقتی که متوجه شد آقای لادن روز جمعه با ما هستن، ایشون گفت که یک پیامی من فرستادم، اگر امکان داره اینو در برنامه پخش کنید، که وقت نشد و من امروز سعی میکنم اون پیام حدود 10 دقیقه هست و اینها. میدونم بعضی وقتا چون یه نوشته‌ای هست، یه داستانی هست، نمیشه کوتاهش کرد، ولی سعی کنیم حتما برنامه ها، مخصوصا برنامه هایی که ما مهمون داریم، اگر پیامی، سوالی، نظری هست 2 دقیقه ماکسیموم 3 دقیقه باشه و ما بتونیم اینجا پخش کنیم، ازش استفاده کنیم در جهت قوام و دوام بخشیدن به اون برنامه معمولی. اجازه بدین من این ویدیوی
برنامه امروز رو هم با تلویزیون مردم صفحه فیسبوک شیر کنم. شما هم اگه لطف کنید اینا رو شیر کنید ممنون متشکر میشم. دیدم در برنامه قبلی چند نفر از دوستان این کار رو کرده بودن و اجازه بدید که من اینجا سوربی با مردم رو تایپ کنم و بریم سراغ پیام این دوستمون که در رابطه با امیرالمؤمنین هست. و امیرالمؤمنین برای من و شما فقط معنیش هست حضرت علی، برای خود عربا و اینها حتی به پادشاهاشون، به رئیس جمهوراشون اینها میشن امیر مؤمنین، یعنی مؤمنین همه مردمن و اونها امیر این مردم هستن. حالا بذارید ببینم میتونم من این پیام ایشون رو پیدا کنم، چون با فارسی بود و وقتی پیام با فارسی میاد ما اینجا یه مقداری مشکل. آها درستش کردم، پیدا شد این پیام و بشنویم با هم با دقت. اگر درباره این پیام هم شما نظری دارید یا سوالی دارید حتما از طریق تلفن، از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک، از طریق وبسایت تلویزیون مردم سوال کنید، در برنامه‌های آینده پاسخ می‌دهیم. بریم با هم سراغ این پیام. سلامی خارج از وقت و خارج از سریال عقل بشر. مطلب امروز را برای همه انسان‌های زیر تسلط اغلب رهبران کشورهای دنیا بسیار سودمند دانسته و برای شما نقل می‌کنم. عبدالرحیم ادو صالح که خود را شهروند مراکشی معرفی کرده، استاد فلسفه در دانشگاه است. نتوانستم نام دانشگاه را بیاورم. او نوشتهش را نامه به امیرالمؤمنین عنوان داده است. امیرالمؤمنین یکی از لقب‌های پادشاهان مراکش است. قبلا هم گفتند که ایشان نواده محمد پسر امام موسی جعفر کاظم است که فرزندانشان در مصر و شمال آفریقا و رژیم فاطمی ها را تأسیس کردند. پادشاه مراکش تا حال به علت این نسبت خانوادگی بر سر مقام نشسته و از احترام عموم برخوردار است. استاد ابراهیم ادو صالح چنین به پادشاه مغرب نامه نوشته است: به آقای محمد علوی که یک شهروند مراکشی که شاغل مقام پادشاهی است، اما بعد با فراموش کردن همه مراسم و پروتکل ها و لقب ها و بدون توجه به معیارهای مقدس و بزرگ نمایی با شما مکاتبه می کنم. شما را یک شهروند مراکشی دانسته و می شناسم، در مسافه یک آهنگر و وزیر، پیل دوز و مهندس، پزشک و رفتگر، چوپان و استاد دانشگاه. سوی شما آمده و آرزومندم یک لحظه متوقف شده و به خود بیندیشید. تجربه خیش در حکمرانی و پادشاهی را موشکافی کرده و بدون منتظر بودن نتیجه و جواب شما، با میل شخصی میخواهم بدانید که در آینده این میهن لرزشی شکل میگیرد. همه چیزهایی که شما آن را آرام دانسته اید برخلاف انتظار تکان خورده. ما خواهان آن نیستیم و منتظرش هم نمیباشیم. آقا سید، اصل انسانیت جبر می کند که هر فردی شخص دیگری را انسان شمرد، همانطور که خود می خواهد و انتظار دارد با دیگران و با او رفتار کنند. شما یک شخص هستید و ما دیگرانیم. اینقدر بالا نرو و به لقبهایت نباد، بیا پایین. شما از همین زمین هستید، با محصولهایش زنده ای، بر عرق ریزی بیچارگان در آسایش زندگی می کنید. می باید اعتراف کنی که به نیکی های مردم که در گذشتگانت بر آنان ظلم نمودند، خانواده هایشان را متلاشی ساختند تا نوبت به تو برسد. امروز تو پادشاه و پسر ملک هستی، خانوادت شاهزاده ثروتمند می باشند و همه چیز را دارا. همه کس در خدمت شماست. سفر می روید، جشن می گیرید، می رقصید، آواز می خوانید و در همه جا شادی می کنید. با هر کسی که خواستید معاشرت، هر وقت که بخواهید، هر جوری که میل کنید. به این علت از اوضاع وخیم، تنگ دستی ملت و بیماریش به خاطرتان هم نمی رسد.
ملتی که کنار گذاشته شده به علت برکت‌های شما شهروندها به جان هم افتادند. ای مرد، بگذار با احترام در کشورمان زندگی کنیم. تو فقط یک انسان هستی، مانند ما از شکم مادرت بیرون آمده ای، معدت مانند معده ماست، ما هم مانند تو خواهان خوشبخت بودن هستیم. آن را از ما نگیر و سعادت محروممان مکن. دلت را شاد کن ولی دل ما را نسوزان. اینقدر ما را قربانی مکن، بگذار زنده باشیم، ما هم خواهان زنده بودن هستیم، زندگی را دوست داشته و میپرستیمش. از طمع و آز دست بکش، تحملمان از بین رفته و صبرمان لبریز شده. ای انسان حاکم، چه شادی در تو میروید و شهروندانت برای دست و به یک قطعه نان خوش در آن سوی آب خود را به دریا میاندازند. چه خوشی در تو میدمد که مردم بدون مراقبت و کمبود وسایل پزشکی در بیمارستان میمیرند. چگونه به خود اجازه میدهی پسرت در یک اتاق با سه همسن دیگر تحصیل کند و تو از اوضاع نابسامان آموزش کشور چشم‌پوشی کنی؟ کلاس ها شلوغ و برنامه ها در هم و بیهوده، با این حال دستگاه های تبلیغاتی تو را پادشاه بینوایان میخوانند. آیا میدانی از تو و اهانت هایت به ملت بیزار شده این؟ این عکسی را که از ملت مراکش در خارج منعکس میکنی ما را به سطوح آورده. تو که به همه مقام های بالا و نزدیکت اجازه میدهی سر تعظیم را تا کفششان پایین آورند دستت را ببوسند، به دنیا مینمایی که ما همه غلامان تو هستیم. ما غلام نیستیم که رکوع کنیم، تو آقای ما نیستی که دستت را ببوسیم، خدا نیستی که در نشست و برخاست از تو نام ببریم، تو خدمتکار این ملت هستی. حال که این مقام به تو رسیده در آن بمان و درست کار شو. دستگاه های دولتت مردم را به نادانی فرو برده و این ملت از شناسایی حق و حقوقش و وظیفه تو نسبت به خودش محروم شده. نمیداند که ثروت تو از ملت و زمین میهن است. نمیداند که تو چرا باید بر زمین و زیر و برش و دریا و صحرایش دست برد زنی. ملت را به مسائل دیگر مشغول کرده ای تا ندانند سرمایه و سپرده هایت در کدام بانک های کشورهای پیشرفته انبار شده. نمیخواهی ملت بداند در کاخهایت چگونه پادشاهانه زندگی میکنی، چقدر اسراف و پخش و پلیها داری، مخارج تهیه مدالها که به اطرافیان متملقت میبخشی از کجا تهیه میشوند، نیمه باسبادها را در کنار داری، همشان برات میرخسند، بیلیاقتها بدنشان در برابرت میلرزند و با تظاهر برایت نمایش رقص میدهند، پولها برای خوشگذرانی خرج میکنی و ملتت در بیخانگی جان میدهد یا در بیمارستانهای میهن که گورخانه ملت شده جان میسپارد. آن همه ادعاهای دستگاه‌های دولتی پیرامون انجام وظیفه یا سوسی در انجامش را کنار گذار. همیشه نتیجهش اشتباه ملت در انتخاب علمداد شده. ای پسر حسن، این ادعاها خنده بر ریش ملت است. ما را به مسخره گرفته و بی عقل و بی شعور می‌دانی؟ مگر در مراکش به جز تو اصلا دستگاهی دولتی کاری انجام می‌دهد؟ تو پادشاه، فرمانده کل، وزیر اول، ورزشکار اول، دبیر اول و همه چیز اول هستی. هنگامی که مسئله بازخواست جلو می آید مخفی و ناپدید می شوی. شگفتا تو همه چیز را در دست داری، همه چیز زیر دستت است، همه خواستهای ملت را زیر پا گذاشتی و میهن را بدهی تغییر داده ای برای خود و خانواده و نزدیکانت. از تو و رفتار و سوء استفاده تو و اسرافت بدون حساب و کتاب بحران‌ها ایجاد شده. چه حساب و کتابی از تو می شود کرد در حالی که رئیس همه بازرسان خودت هستی؟ آیا بر رفتار کردار تو اصلا بازرسی وجود دارد؟ ای محمد پسر حسن، نه تو نه و نه دولت‌هایت روزی در کنار ملت بودی، تو تنها سودبر از این اوضاع هستی. همه انتخاب شدگان غلامان تو هستند، تنها وظیفشان تقدیم سرسپردگی به توست. قانون کردن کجرفتاری هایت کارشان و سرپوز گذاشتن بر اشتباه ها و سوء استفاده گری هایت تنها وظیفشان است. ملت و مصیبت هایش آخرین نقطه ایست که به مغزت می خورد. فقط در مناسبت ها به فکر ما هستی، بر هر دیوار و ستونی عکست را آویخته و بزرگ می نمایند.
تا مجبور به دیدن آنها شوید. مراکش یک روستایی بیش نیست که همش متعلق به تو می باشد. آقای مسئول، این نامه دریوزگی احساسات و کرامات شما برای ملت نیست، برای اینکه زمین و ملت می مانند. آنچه هدفم از دستکشی شما از چاپیدن ثروت ملت است. ثروت را به صاحبانش بازگردان. ملت می خواهد زندگی کند. می خواهم بدانی ای پسر حسن، در این کشور گروهی از شهروندان هستند که همه دستگاهات نتوانستند آنان را بفریبند. بوق و کرنایت و آن خطابه ها و نمایش هایت در مناسبت ها بر ما اثر ننهاده. دعاهای امامان مسجد ها، خدمتکاران تو و نمازگزاریت به امامت آنان نمیتواند نشان از بیگناهی و یا پاکیت بشود، زیرا خوب میدانیم که آن امام اجیر و دستمزد بگیر توست. هر چه میخواهی به او دستور داده و او بر زبان میآورد. شهادت میدهم که در هنر پیشگی بی همتایی. ای پادشاه، ما با شکل رژیمت مشکل نداریم، درد ما از روش آن است. مستبد بودن متخصص و مختص به پادشاه نیست و دموکراسی به رژیم جمهوری ربطی ندارد. قانونها و نوسان در طرح و اجرایش مشکل سازند. در قانونهای مراکش یک ماده که تو را مسئول بداند نیافتم. در قانون نیامده در حال ارتکاب اشتباه، هرچند که بزرگ باشد، تو مجازات می شدی. از این رو از تو دعوت می کنم از این بزرگ بینی و بزرگ نمایی دست کشیده و برای یک بار هم که شده یک شهربند واقعی بشو. این بود نامه این استاد فلسفه. همانطور که بارها در گفتارهایم اشاره کرده ام، هدف اندیشیدن شماست. آیا این وضع در اغلب کشورهای دنیا به همین شکل نیست؟ آیا به زمان شاه نمی شود شبیهش کرد؟ تو را به آن چه دوست دارید بیندیشید و بعد حکم صادر کنید. نقش خود را در این جریان‌ها بشناسید. اندیشیدن هدفی است که آقای امیر حسین لادن به طرز دیگری به آن دعوت می کنند. این دوگانگی و حتما چندگانگی برای تحقق یافتن هدف که همان اندیشیدن است، بسیار جالب و سودمند می باشند. برای حضور شخصی ایشان در این برنامه خدمتشان سلام و از فعالیت‌هایشان قدردانی می‌کنم. امیدوارم زحماتشان به ثمر برسد. برای همه شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم خوشی و شادی آرزو می‌کنم. بسیار ممنون از دوستمون. چهارشنبه به احتمال 99% برنامه جدید ایشون رو میشنویم با هم. و اما دو سه دقیقه دیگه میریم به بوستون. بوستونی که متاسفانه دیروز یک کوسه حمله کرده به یک جوانی و مثل اینکه کشته شد این جوان، و مال یک کشور دیگه هم هست. پدر و مادرش بیچاره یک نامه نوشته بودن. آدم وقتی این تلویزیون میخوند اینا اصلا دلش ریش میشد. دیروز وقت داشتم یک برنامه رو نگاه کردم، مال آقای شهرام همایون، آقای فواد پاشایی، آقای فرامرز فروزنده و دو نفر دیگه که اصلا اسمشون هم همون بهتر ندونم. خیلی جالب بود. تنها کسی که حرف درست میزد آقای فرامرز فروزنده بود و تنها کسی که اون پایین فوش بهش داده بودن آقای فرامرز فروزنده بود. و واقعا این فیسبوک و یوتیوب و اینها دیگه از کنترل در رفته و من یکی نمیدونم چی کار میتونیم انجام بده. خب این نامه به امیرالمومنین رو خط بزنم، دوستمون از خلیج فارس، برنامه شهرام و همایون پاشایی و آقای فروزنده. و پیش خودم فکر کردم احتمالاً بعداً آقای فروزنده دیگه بهش زنگ نمیزنن که بیاد تو برنامه ها شرکت کن. و اما یه تلفنی رو گذاشته بودن که من زنگ بزنم و بپرسم این برنامه سفر نیویورک 25 سپتامبر که مجاهدین، تا حالا سه بار من از آقای غلام ترشیزی سوال کردم آقا
این فلایر یا پوستر یا آگهی این برنامه رو از مجاهدین برای من بفرست. نفرستاد، چون وجود نداره، چون اینا رفتن پشت اسامی مختلف قایم شدن از خجالتشون. شما وقتی توی سازمانی هستی که خجالت میکشی، خب اولین کار اینه که از این سازمان بیای بیرون. آقای ترشیزی، اتفاقا پریشب یه جایی بودم، یه دوستی آمد گفت آقا من دیدم شما چند بار راجع به آقای ترشیزی صحبت میکنی. این بنده خدا به خاطر اینکه سه تا داداشش کشته شدن، حالا یا شهید شدن، هرچی که هر کی دوست داره، این مونده توش و نمیدونه چه کار کنه. خودش هم میدونه که این کار غلطه، این سازمان دیگه اون سازمان نیست، ولی حرف مرد یکیه، ملا نصرالدین. و اتفاقا تو برنامه قبلی آقای غلام حسین، آقای قربان‌علی حسین نژاد میگفت که این رجبی گفته شما عمودی میایین. آقای آزاده میگفت و آقای حسین نژاد هم همین حرف رو تایید کرد، گفت که گفته شماها به اصطلاح عمودی آمدید اینجا و باید بمونید تا بمیرید و از اینجا افقی برید. این متاسفانه توی دین یهودی ها هست، توی دین کاتولیکای مسیحی هست که میگن وقتی ازدواج کردی دیگه نباید جدا بشی. و خیلی وقتا میبینیم به اصطلاح اتفاقایی که میفته خیلی بدتر از طلاق گرفتن و اینها هست. اجازه بدید من شما رو ببرم به بوستون از ایالت ماساچوست. دلیلی هم که آقای مرتضوی میگه بوستون بزرگ، میگه برای که از لحاظ پایتختی و اینها بوستون بزرگترین پایتخت فرمانداری های آمریکاست. و همینجور که بهتون گفتم، ایشون دو ساعت قبل پیغام گذاشته که من با چیز به اصطلاح تماس میگیرم، با تلفن به من تماس بگیرید و ببینم که من میتونم با تلفن با ایشون تماس بگیرم یا نه، چون گاهی وقتی این گوگل وایس یه کمی درست کار نمیکنه. اجازه بدید که تماس بگیریم. آقای مرتضوی، بله، اینم هنگ اوت، اینم کانکت. و خیلی بد شده، قبلا این تلفن مثل تلفن معمولی کار میکرد. اینا هی میفروشن به هم دیگه و وقتی میفروشن هر کسی جدید میاد اون یه کاری دخل و تصرفی توش انجام میده. حالا ببینیم که این هنگ اوتی که الان مال گوگل شده، یا اصلا گوگل وایس بود، خب مال گوگل بوده، حالا مال کی هست و اون چی؟ بله، گرفت. ببینیم حالا این آقای صحبه، دیدی چقدر خوب و آسون کار میکنه؟ تو این همه راجبش صحبت کردی، فقط با کلیک دادن سه تا دگمه رسیدی. بفرما، اینم صحبت دوستان. خوشتون میاد دوستان؟ یعنی آقای مرتضوی 100% ثابت میکنه که ایرانیه. سلام میکنم به ایشون، من میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم. دوستان، آقای جلیل مرتضوی سالهای سال این به اصطلاح خوندن روزنامه های آمریکا، تفسیر اونها، تعریف اونها رو انجام داده در برنامه های مختلف و من امروز خوشحالم که در تلویزیون مردم این کار رو انجام میداد. بگید ببینیم آقای، اولا در ماساچوست شما شارک داشتید؟ دقیقا معمولا نداشتیم. ببین آقای سربی، در همین یکی دو سال اخیر میدونی که تغییر تحول جوی یه مقدار گرما را فرستاده به شمال. میدونی که شارک یا کوسه ماهی در آبای گرم بیشتر، برای همین توی ایالت فلوریدا و جنوب بیشتر هست. ولی این بار یکی دو بار در ایالت ماساچوست، منطقه کیپ کارد که یکی از زیباترین منطقه استراحتگاه بسیاری از امریکایی ها هستش، دیده شده. ولی این جوون حالا به چه دلیل رفته اونجا و وارد اون منطقه شده، گفتن که اونجا شارک هست ولی اهمیتی نداده. قبل از اونم یک دانشمندی داشت راجب شارک ها مطالعه میکرد، همین یه ماه پیش اونم حمله شد، تا اون زخمی شد زنده موند. ولی این جوون 28 ساله متاسفانه دیر رسوندن و زخمی زیاد شده بود، اینا متاسفانه فوت شد. مثل که مال برزیل یا یک کشور دیگه. اتفاقا از سال 1936 به این بر اولین باره اینجا یه شارک اتک میشه در ایالت ماساچوست. آها، در صورت اینی که شما گفتید به خاطر تغییرات
آب و هوا و جوی. قربان، همه ما اینو میدونیم. شما لطف کن به این آقای ترامپ و یاران کم سوادش بگو. خب آقای مرتضوی، خیلی متاسفیم که همچه اتفاق افتاده برای خانواده و اینها، و بگید ببینیم که اوضاع و احوال ایران چیه، جهان چیه، آمریکا چیه و چه خواهد شد. دیدیم که این پرونده های این قاضی دادگاه به اصطلاح چی بهش باید بگیم، سوپریم کورت، دیوان عالی کشور هم یکی یکی آمد بالا، از قماربازیش، از اینکه به یک خانمی خواسته دست درازی کنه و اون خانمه اول به صورت ناشناس میخواد بیاد، بعد که اینا گفتن اگر حقیقی هست چرا نمیاد جلو، امروز صبح دیگه اسم و فامیل و اینها هم گفتن و اتفاقا فامیلیش فورد هست. بفرمایید ببینیم اگر در این باره و درباره موضوعات دیگه میخواد صحبت کنید، ما سراپا گوش. ممنونم. مرسی آقای سربی. اولا خدمت دوستایی که این برنامه رو به هر طریقی میبینن و میشنون سلام میکنم از باستان بزرگ با هوای گرم 82 درجه. اینم یکی از معجزات همین هوریکین یا طوفانی که در جنوب معمولا به طرف باد و گرما رو میفرسته، فعلا به طرف ما قبل از اینکه بارون. ببینید آقای سربی، اگر لطف کنید هر هفته از طریق همین تلفن منو بیارید رو خط، خیلی آسون و راحته، چون من یه دستم روی نوتا هستش و بعد یه دستم پای تلفن، بنابراین این خیلی راحت تره. دیگه من دچار هیجان‌های این اسکایپ و اینا که هر دقیقه دارن آپدیت میکنن و من هم توانایی آنچنانی ندارم با اینا مبارزه کنم، ولی شما مرد جنگید و اونجا هستید 24 ساعته. به هر حال ممنون و سپاسگزارم. اما ابتدا در مورد رسانه ها خدمتتون بگم دوستان، یه مطلبی شنبه، همین شنبه گذشته 15 سپتامبر در واشنگتن پست، شما آقای سربه بغلی گوشتون، یه آقای به نام کال نش نامه ای نوشته بود در اعتراض به خبر واشنگتن پست. حالا این خبر چی بوده؟ اینشون می نویسه که در قسمت سکشن ای خبرهای خارجی نوشته بودید که ارزش واحد پولی ایران به خاطر تحریم امریکا 140% از دست داره، یعنی پول واحد ایران 140% ارزشش از دست داده. گفت خواهش میکنم یه خود دقت کنید، ممکن اینا رو میخونن. هر پولی که 100% ارزشش از دست داده دیگه ارزشی نداره. 140% از کجا آوردید؟ و این در حقیقت یه اعتراضی بود به اون مطلبی که واشنگتن پست نوشته بود در مورد ایران. حالا جالبه که اینجا پرانتز باز کنم، اینجا هستش که واشنگتن پست این مطالب رو اینجوری می نویسه، آقای ترامپ مرتب میگه که اینها فیک نیوزه. واقعا اگر مطلب در مورد ایران فیک نیوز بوده که این امریکایی اعتراض کرده چون خبر درست نبوده. صحبت از آقای ترامپ شد، اینم خدمتتون بگم، روزنامه نیویورک تایمز دیروز مقاله‌ای داشت به قلم تیمیتی ایگن. تیمیتی ایگن می نویسه که در تاریخ امریکا برای اولین بار اتفاق می افته که رئیس جمهوری که الان در کاخ سفیده سگ با خودش نداره، و دلیل اصلی که آقای ترامپ سگ نداره چون تمام رئیس جمهورا سگ داشتن. آقا بهش بگو این خودش سگ پاچه همه رو میگیره. اتفاقا تیمیتی ایگن می نویسه که چون این آقا از سگ بدش میاد، حرف همسر سابقش خانم ایوانا میگه این از سگ همیشه بدش میمد، هیچ وقت ما سگ نداشتیم، و به همین خاطره تیمیتی ایگن اینو می نویسه در نیویورک تایم که این با هر زنی که طرف میفته او را سگ صدا میکنه. یعنی دیگه بدترین چیز. آره با اون خانم سیاه هم گفت داگ. بله آفره، میگه که داگ به این خاطره چون دیدیم مثلا با اون اولا که آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی که قرار با شما مصاحبه کنه یه مصاحبه ای داشت با آقای همایون، شهرام همایون. در اون برنامه شهرام همایون از دکتر امیر احمدی میپرسه که نظر شما در مورد اوضاع ترامپ چیه؟ گفت ترامپ خیلی موفقه و دلیل این که موفقه چون هرگز دروغ نمیگه. این عین صحبت‌های آقای امیر احمدی ها توی این سنده. و جالبه که حالا ممکنه آقای هوشنگ امیر احمدی گوش کنه، خدمتشون بگم که
تمام رسانه‌های امریکا مرتب در مورد دروغ‌های آقای ترامپ یکی پس از دیگری با سند ارائه میدن. فکر کنم گفتن به هزار تا رسیده. بفهمید. گفتن به هزار تا رسیده دروغاش، یا اینکه گفتن تا آخر به اصطلاح دو سال به هزار تا میرسه. حالا من نگاه میکنم، چون اصلا یک صفحه درست شده دروغای ترامپو میشموره. شاید آقای هوشنگ امیرحمدی به طعنه یا سارکاستیک گفته، میشه همچین چیزی که آقای احمدی امیرحمدی خبر نداشته باشه که این ترامپ اینقدر دروغ میگه؟ نه اتفاقا خیلی هم جدی میگن. حالا دفعه آینده من اون قسمت نوارشو برات میارم. فقط میخوام خدمت آقای دکتر امیرحمدی بگم که حالا در همین آخرین کتابی که با وودورد بیرون داده، خب با وودورد هم که میدونی یه سابقه داره دیگه، ایشون دیگه آدم معمولی نیست، 7-8 تا کتاب بستله رو برنده جایزه پولیتزر و اینا، چون همه حرفاش تا سنده. در همون نواری که ایشون از آقای ترامپ پخش کرد، اونجا حتی آقای ترامپ دروغ گفت، چون میگه آقا شما چرا با من تماس نگیرید، آقا من تماس گرفتم، گفت نه خیر. بعد اون خانمه که اونجا وارد شد دوباره من بهشون گفتم، گواره من گفتم نتیجه نداد، گفت خب سناتور گرام چی؟ گواره سناتور گرام فقط یه بار تو جلسه مطرح کرد، در صورتی که میگه اصلا با من کسی تماس نگرفته. حالا این نمونه های کوچکه. در مورد استورمی دنیل گفت من نمی‌دونم. آقا کجا هستی؟ صدا داره قطع و وصل میشه. آقای مرتضوی یه جا وایسا. الان چی؟ الان خوبه، همونجا وایسا. بفرمایید. حالا اینا سند زیاده، فقط برای آقای دکتر امیرحمدی می‌خواستم بگم، خیلی یادم نمی‌خوام نمونه‌هاشو بگم. به هر حال مطلبی که آقای سوربی در مورد رسانه‌های ایرانی دلم می‌خواد بگم، چون وقت ما کمه نمی‌خوام زیاد به چیزهای حاشیه، چون در مورد این آقای براد کاونور که از طرف آقای ترامپ نامزد شده که قاضی دیوان عالی امریکا بشه، سوپریم کورت، این خانم که اول تماس گرفته بود با سناتور فاینستاین، سناتور کالیفرنیا، چون اون خانم در کالیفرنیا زندگی میکنه، ضمناً اون خانم دکتر کریستین فورد، این یک روانشناس آدم معمولی نیست، اول که تماس گرفته بود گفته بود شاید به طور ناآشنا بدون آنکه هویتش آشکار بشه این مطلب رو بگه برسونه، بعد دید که نه اهمیت آنچنانی اینا نمیدن، یارو میگه که نه من اصلا نمیشناسمش. بعدن اومد خودش رو تو روزنامه واشنگتن پست رسما معرفی کرد، گفت من به هر حال خیلی چیزهایی که ممکنه پیامد داشته باشه با جان و دل میگیرم تا این آقا را مردم امریکا بشناسن، چون ایشون منو میخواسته ریپ کنه، یعنی تجاوز جنسی. حالا هر دو دوران دبیرستان بوده در همین نزدیک شما ایالت مریلند. حالا اون خانم دکتر اومده و این اعلام کرده. اتفاقا جو اسکایبرو، همین برنامه معروف MSNBC که شما چند یه بار بهش اشاره میکنین، مورنینگ جو، بله بله، که با اون خانمه که شما اشاره کردید بعد از مدتی که از آدم خوششون میاد آقای جو زنشو طلاق داد و با این ازدواج کرد، میدونی که اون خانمه میکا برزنسکی دختر دکتر برزنسکی. آخه نمیدونستم شما اون روز گفتی، فهمیدم. بله دقیقا این برای آقای جو اسکایبرو امروز صبح گفتش که ببین خانمی که این همه مشکلات خانوادگی رو به وجود بیاره برای خودش دردسر ایجاد کنه، حتما یه مطلب مهمی بوده که اومده گفته، چون این خانم در سال 2012 هم به خانوادهش گفته و با هم تراپی هم رفتن. آره رفتن روانشناس دیدن. بله یعنی این آره. همینجوری از مثل که این خانمه اون موقع 16 سالش بوده و جالبه که
یک آقای یک دانش آموز دیگه که همراه این آقای کبرنا بوده اونجا گفته همچین اتفاقی نیفتاده، یعنی تا اون قسمتشه که این در اتاق بودن و اینها، ولی این میگه که این آقای خودشو انداخته روی این و دهنشو گرفته و حتی فکر میکرده که ممکنه بکشتش. اون آقای میگه نه این قسمت اتفاق نیفتاده، یعنی به قول معروف 50%شو تایید میکنه. و حالا امیدوارم، البته میدونید ما تو مملکتی هستیم، شما حتما یادتونه اون کی بود، خانم هیل بود کی بود که وقتی که اون آقای سیاهه میخواست بشه جاستیس آمد و چقدر برنامه تلویزیون، آره خانم انیتا هیل، انیتا هیل. خانم بله. انیتا هیل میدونی بله. که الان استاد دانشگاه در بله. همین ماساچوست بله. دانشگاه برندایز استاد حقوقه. درسته اون خانم چون سیاه‌پوست بود، جاستیس تامس هم سیاه‌پوست بود، اون موقع زیاد اهمیتی ندادن. البته خیلی در مورد صحبت کردن، کمیسیون سنا کل جلسهش فلان، بنابراین اونو جدی نگرفتن، با اینم که داستانش جدی بود. ولی این خانم فرق میکنه چون سفید پوسته. آقای براد کاونور هم همینطور. میدونی که براد کاونور که خودش الان قاضی فدرال دیگه، ایشون جز فدرال سوسایتیه، چون میدونی که در امریکا یه جامعه هست که الان اینو کوتاه توضیح بدم بعدا در آینده بهش میپردازیم. فدرال سوسایتی جامعه هستش که تشکیل شده از نخبگان تاریخ و حقوق امریکا که اکثرا سفید پوستن و اینها میخوان امریکا را به همین شکلی که 200 سال پیش بوده نگرش دارن، یعنی آب از آب تکون نخوره، قوانین اون موقع انجام بشه، هیچ گونه مسئله، مثلا اونا ضد همجنسگراها هستن، قوانین حاشیه‌ای مثل حتی قوانین ADA American with Disability Act و یا اینکه مسائل مهاجرت، دفاع از حقوق زنان، هیچ کدوم اینا را به رسمیت نمیشناسه. ایشون از همین جامعه اومده و میگن که اتفاقا جویس کایوارا میگه بهتره که جامعه فدرالیست یکی دیگه از وکلای خود رو با آقای ترامپ معرفی کنه که ایشون رو بیارن به جای این آقای کاونور. خب به نظر میرسه که ایشون نتونه از این ماجرا جان سالم به در ببره، چون این در حقیقت این خانمی که اینجوری اومده و ممکنه بعضی از خانمهای سناتور جمهوری خواه هم با اون خانم سمپتی ایجاد کنن و بر علیه آقای کاونور رای بدن. بنابراین فکر کنم در یکی دو روز آینده این مسئله کاملا روشن میشه. مثل این که اگه یه دونه از اون خانما رای بدن برخلاف این، به اصطلاح این قبول نمیشه و قراره چهارشنبه یا پنجشنبه اون رای نهایی گرفته بشه. من در حین صحبت های شما اون چیزای نوشته های روزنامه های مختلف رو نشون دادم درباره این که درباره پول آمریکا نوشته بود 140% ارزش رو از دست داده. نه پول ایران، پول ایران ببخشید. یه اشتباه دیگه هم یکی کرده بود که این خانم نیکی هیلی پرده های به این قیمت خریده گذاشته اینجا و اینها. اولا بین کارپت و کرتن، یعنی بین پرده و موکت اشتباه کرده بودن، بعد معلوم شد اون تو زمان اوباما گویا خرج شده. شما نمیدونم اینو دیدید یا همچین؟ آره دیدم. بله. نه در چیز زمان خودشون، این پرده زمان خود خانم هیلی شده، یعنی ایشون اومده تغییر داده آفیسشو. بله. اتفاقا چرا اونو میگی؟ وزیر سیاه‌پوست کابینه آقای ترامپ. بله. همین وزیر مسکن آقای دکتر چی بود که اسمش الان یادم نیست، که جراح مغز اعصابم بود. بله بله. خودش هم میخواست رئیس جمهور بشه. آفرین، خودش هم میخواد. یعنی یادتون باشه اون جوالق هم میگفتش که بله ایشون 100% میشه، میره تو برنامه میبودی. میگه من تو کمپینی اونم و میشناسمش و ایشون 100% میبره. خلاصه ایشون برای دفتر خودش در حدود نمیدونم 200,000 دلار یا چقدر یا 100,000 دلار هزینه همین مبلمانش بود
بعد وقتی گندش در اومد گفت بابا این نکرده که خانم شما رو اینا رو انتخاب کرده، مثل که یه چیزایی رو پس دادن، خرجای الکی زیاد میکنن، مثل که یه چیزایی رو پس دادن، یه مشت از این مبل و این چیزا رو که مثلا برای قسمت داینینگ روم $35,000 فقط میز و صندلی و اینها خریده بودن که پس دادن. هر وقت یه اتفاق اینجوری میفته من یاد شما میفتم که میگید توی این کشورم دزدی میشه، توی این کشورم پول زیر میزی میشه، به اصطلاح کار غیر قانونی، ولی زود میگیرنشون. همین دیروز باز یه خبر دیگه‌ای بود که یه سریال کیلر یا قتل‌های زنجیره‌ای به اینا میگن، کیان اینا که این کار میکنن، یه پلیس بوده، پلیس نه، مأمور مرز که 4 نفر زن رو کشته، پنجمیرم چون از دستش در رفته و گزارش داده، الان این آقا دستگیر شده، بوردر مال پترول بوردر اینا، و گفت حالا ما با تحقیق کنیم ببین این که 10 سال این آقا جزو نیروی پلیس مرز هست و اینها، خدا میدونه چند نفر از این زنا رو کشته. اینم یکی از خبرهایی بود که دیشب و امروز صبح به اصطلاح روی تلویزیون ها بود. خب من ساکت میشم، شما باز اگر صحبتی دارید در رابطه آره با یه مطلبی هم میخواستم در مورد رسانه های خوب فارسی زبان بگم، چون اینا رو نگیم واقعا دوستا یه مقدار به قول این بری ها برد میشن، حتما باید به این جواهران بپردازیم. توی برنامه آقای میبودی هفته پیش یکی دو تا دانشمند آورده بود که این دانشمند ها انقدر دانشمند های معروف و باحال هستن که ایالت کالیفرنیا از سیستمی که اینها پیاده کردن، پروژه‌ای که اینها پیاده کردن، سیستم حفظ آب، تصفیه آب و جلوگیری از خشکسالی. ما میدونیم که 30 سال کالیفرنیا در خشکسالی داره رنج میبره، ولی اینا میگن که ما این مسئله رو حل کردیم. اومدن توضیح دادن و گفتن که این در اسرائیل هم از همین تکنیک استفاده میشه، خیلی عالی. بنابراین اگر ایران هم از همین سیستم استفاده کنه میشه حسابی جلوگیری بکنن از خشکسالی. ما این پروژه را میتونیم برای ایران انجام بدیم، ولی چون الان این رژیم اونجا نمیذاره بنابراین وضع خرابه. حالا من برای این دوستا یه پیشنهاد دارم. شما که ماشاءالله این همه دانش و بینش و آگاهی دارین، متخصص هم هستین، پروژه‌تون هم که مورد قبول ایالت مثل کالیفرنیاست و همه چی هم عالیه، چرا شما وایستادین؟ چرا نمیایین کمک کنین برای همین مردم ایران؟ شما که میخواین برای مردم ایران یک کاری بکنین، حالا گور پدر رژیم رو بریز تو آشغال، اونا رو ما کاری نداریم، ولی مردم ایران، همین فک فامیلای من و شما، همسایه ها، دوستا، آشناها، همشهری، هم ایالت، هم مدرسه، همه اینا که اونجا زندگی میکنن، چرا نمیان یه حالی بدین این پروژهتون رو بفرستید ایران، بگید آقا از این پروژه استفاده کنید برای از بین بردن کمبود آب و برای حفظ آب برای آینده. خب بیایید یه کار خیر انجام بدین. در امریکا که این همه خیریه آدمایی هستن که کارهای فوق العاده عالی برای خیریه انجام میدن، شما به جای اینکه پوز بدین در تلویزیون پارس، بیایید همین پروژه رو در ایران پیاده کنید، اصلا پروژهتون رو بفرستید، بگید آقا ما میخواییم به خاطر مردم این کار بکنیم. آقای سوربی این برنامه ها رو من وقتی میشنوم اصلا واقعا خندم میگیره، میگم بابا ما این همه دانشمند داریم فقط پوز میدن، اونم تلویزیون پارس. همین دیروز رفیق شما شاعر گرانمایه آقای مسعود صدر این همه وقت گذاشت تو برنامه، اومد تمام برنامه های امید دانا رو نشون داد. حالا من برای آقای صدر میگم که من تا دیروز که آقای صدر راجع بهش صحبت میگه اصلا نمیدونستم که امید دانا چه پروژه هایی داره، از کجا حرف میزنه، اصلا فوق العاده هیچ اطلاعاتی در مورد این بابا من ندارم، ولی آقای مسعود صدر یه کاری کرد که من بیشتر با امید دانا آشنا بشم
و به دانایی ایشون الان دیگه ایمان آوردم. ببین یه کاری کرده نشسته تو یوتیوب که آقای صدر را راضی کرده، آقای صدر که خودش پول میده از تلویزیون پارس اجاره میکنه آقای سربی، بله. تمام برنامه های امید دانا را مفت مجانی پخش کرد. نمیدونم دیدی یا نه. ندیدم، ولی خب تو آمریکا میگن هیچ there is no bad publicity، یعنی هیچ تبلیغ منفی وجود نداره، و این همون یکی از نادانی این دوستان هست. و شما وقتی گفتید که اینا دانشمندا اومده بودن نشسته بودن، من فکر این عکس بودم، الان نشون میدم که آدم این برنامه رو که نگاه میکنه نمیدونه واقعا. روی این عکس الان نوشته not sure if I should laugh or cry، یعنی نمیدونی واقعا باید عشق بریزی به حال خودت، به حال اینکه میدیات اینه، یا واقعا بهشون بخندی و به عنوان یک برنامه مسخره ازش بگذری. بله، آقای صدر فکر کنم از روزی که با امید دانا دعوا شد، از روزی که با فخرآور دعوا شد و اینها، یه سری تبلیغای مجانی برای این دو انجام داده، و اینم از همون به اصطلاح ناکارایی و با تجربه نداشتن این دوستان هست که همشون هم سنای 70 و 80 دارن. و واقعا ببین آقای سوربیتفان انگوش گذاشتی تو این چیز. ببین آقای صد، من ببین هیچ مشکلی باش ندارم که نه که بر علیش باشم فلان. ببین من اگر به آقای صد خودم تلفن نزده بودم بهش گفتم که آقای صد این پسره همین فخرآور، گفتم این تمام حرفایی که داره به تو میزنه همش دروغه، خواهی نه اطلاعاتش اصلا هیچ جا سند نداره، فقط برای مطرح کردن خود گاره، میدونم دروغ زیاد میگه. خب اگر من اینو نگفته بودم همینطورم با امید دانا. ببین امید دانا به این زنگ میزنه ازش یه سوال میکنه، این شروع میکنه فشخار، بابا شما که مرد 70 و چند ساله اید به قول خودتون موهاتون رو در آسیاب سفید نکردید، خلبان دولت شاهنشاهی بودید، همه اینا چطور ممکنه که شما در مقابل یه پسر بچه‌ای که در سوئد نشسته به شما زنگ میزنه یه سوال میکنه، شما شروع میکنه فوش دادن. بابا جون اصلا حالا بگیم که ایشون اومده کلک به تو نگفته، ضبط کرده صدا تو، ولی شما باید حاکم افکار خودت شما باشی، شما بود میگود آره یه اشتباهی شده تو برنامه، حالا من توضیح میدم، تمام میشد میرد. اون اومد تمام فوشا رو پخش کرد همه جا، تو رنگارنگ پخش شد، شما پخشش کردی خیلی جای دیگه، هنوزم پخش میکنن در بجا. یعنی منظورم از گفتن همه اینا، خود این آقای صد اگر به نواراش مراجعه بکنه، چون اون موقع تنها خوشحالیش زمان فخرآور این بود که این برنامه که ما گذاشتیم 50,000 نفر دیدن کرد، دیگه نمیدونه بابا، خب 50,000 نفر نصف بیشترش خود فخرآور بوده. ممنونم آقای مرتضی، ممنونم از شما، ممنون و متشکرم به خاطری که ساعت 3 قرار گذاشتم با آقای امیر احمدی. از شما خداحافظی میکنم، از هفته آیندم من با تلفن با شما تماس میگیرم، هر جوری که شما راحت باشید. همین تلفن خوبه. خیلی بسیار ممنونم، به تمام دوستا سلام میرسونم و از اون خداحافظی میکنم، برنامه رو گوش میکنم. خدا نگهدار نوازتون. مرسی عزیزم، به امید دیدار. دوستان عزیز، با آقای جلیل مرتضوی بودین، فیسبوک ایشون رو هم نشون دادم، یه بار دیگه هم نشون میدیم که اگر بخواین از اون طریق با ایشون در تماس باشید و ببرم شما رو به طرف نیوجرسی و نیویورک. من دنبال فیسبوک آقای مرتضوی اینجا، بله. خب همون اسمش همینجوری که هست، جلیل مرتضوی. 2 دقیقه دیگه وقت داریم و من قرار بود که با آقای هوشنگ امیر احمدی جمعه مصاحبه کنم. چیزی که هست، دیدید هم دوربین ما اشکال پیدا کرد، هم اینجا طوفان عظیمی بود، هم بعضی اینترنت ها، ما حتی امروز صبح هم بین 8 تا 10 باز آمدن اینجا و یک سری وسائل و اینها رو عوض کردن، نو گذاشتن. شانس آوردیم، گفت که این سرویستون چون تا 90 روز هست، هنوز یه ماه دیگه وقت دارید و این به اصطلاح سرویس مجانیه، و الا باید 70 تا اینجا میدادی، 90 دلار اونجا میدادی.
خلاصه یک کمی مثل سکته قلبی نزدیک بود. دوستان حمایت کنید برنامه ها رو، مخصوصا اگر برنامه رو دوست دارید، برنامه آقای لاله رو دوست دارید، برنامه آقای مرتضوی رو دوست دارید، بگید که به خاطر این برنامه حمایت میکنم، با خود اونها تماس بگیرید و هر جوری که میتونید. ما باید سعی کنیم جامعه رو از این مفتخوری و از این که بهترین رو میخوایم ولی حاضر نیستیم. آمریکایی یه ضرب المثلی دارن، میگن طرف پول آبجو میده میخواد شامپاین داشته باشه. والا ما ایرانی ها بعضی همون پول آبجو هم نمیخوایم بدیم، میخوایم شامپاین داشته باشیم، خاویار هم همراهش باشه. یعنی اینقدر ما متاسفانه چی میگن پرتوقع هستیم. خب اجازه بدید که من ارتباط خودم رو با آقای امیر احمدی برقرار کنم، شما رو ببریم و ببینیم نظر ایشون چی هست. آقای هوشنگ امیر، این صدایی که میده من خیلی آره این خوبه، این خوبه. نمیدونم چرا دو تا صدا میاد، اول اون صدا رو میده بعدن میست که دو تا اسکایپ ما اینجا باز کردیم بی خودنی. بنده خدا آقای مرتضوی میگه اینا هر روز هی آپ تو دیت میشن، هی هم به من میگن میخوای وصل کنیم، بعد وقتی من وصل میکنم مشکل پیدا میشه. خود اسکایپ ما الان این صفحه دومش که ویدیو رو نشون میده هی میاد جلو صفحه ما رو میگیره، هرچی هم اون اکس رو میزنیم میرتش، دو دقیقه دیگه با یه برنامه دیگه که داریم کار میکنیم باز اون پاپ میکنه که اصلا هیچ لزومی هم نداره. من اصلا نمیدونم چرا اسکایپ دو جا ویدیو رو نشون میده. آقای هوشنگ امیر احمدی، بذارید ببینم که بله این خوبه. یکم هم ورزش گردن، میگن تو اداره وقتی نشستید میگن گاهی وقتی بلند شید را برید ورزش کنید، سعی کنید بدنتون رو این برابر تکون بدید. حتی یک نوع ورزشی هست میگه sit to be fit، یعنی بشینید برای اینکه تو good shape باشید، و رو صندلی به شما نشون میده که چجوری ورزش کنید. ببینم ارتباط برقرار شد با آقای امیرم. بله ایشون سیستم خوبی داره، من رفتم اونجا در دفترشون سالها پیش و وسایلی هم که میگیرن معمولا وسایل خوبی هست و از این بابت هم ما خوشحالیم هم از ایشون ممنونیم. زمین این که از بابت جمعه از ایشون ممنون، از شما خیلی ممنون، شما خوبید آقا. به قول میگم به قول امریکایی ها ویلکام هوم. و اجازه بدید من تصویر شما رو بدم به بله. خیلی ممنون. دوستان عزیز با آقای هوشنگ امیر احمدی هستیم. ایشون احتیاج به معرفی نداره ولی چون رسم برنامه این هست که معمولا درباره دوستان کمی صحبت کنیم، شخصی هستن که سالها امیدشون این است که به جای جنگ و تحریم و اینها رابطه دوستانه‌ای بین ایران و آمریکا برقرار بشه. من 20 سال یا 19 سال ایشون رو میشناسم و باورش رو قبول دارم، چون میگه که ببینید اون کشورهایی که با آمریکا در افتادن همه یا ور افتادن یا به بدبختی افتادن، و ما به اصطلاح باید ببینیم اونایی که با آمریکا در نیفتادن ولی رابطه خوبی دارن، رابطه به اصطلاح بدو بستونی دارن، هیچ کدوم هم غلام اون یکی نیستن، اونا رو دنبال کنیم. قبل از شما آقای امیر احمدی، نمیدونم برنامه رو میدید یا نه، آقای جلیل مرتضوی که یه ژورنالیستی هستن که سالها تو رادیو تلویزیون‌های مختلف کار میکنن، گفتن برنامه شما رو دیدن با آقای شهرام همایون و از شما شنیدن که ترامپ دروغ نمیگه. من گفتم شاید آقای امیر احمدی اینو به جد گفته، گفتن نه من نوارش براتون میفرستم. میخواییم با این شروع کنیم، واقعا به نظر شما ترامپ دروغ نمیگه؟ چون همین امروز واشنگتن پست نوشته نزدیک به 5000 تا دروغ توی این 580 خورده روز گفته. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شما، این شما و این هم بینندگان شنوندگان تلویزیون مردم بفرمایید. خواهش میکنم. اولا سلام برای شما و همه دوستان و
بینندگان عزیزتون عرض کنم حضورتون که نه من هم که حرفی نزدم، من نگو اینترنت شما فریز شد متاسفانه. اگه اونجا چیز دیگه ای روشن هست کاش خاموش میکردی. بذارید دوستان، معمولا آقای یکی از صدای شما قطع شد آقای امیر احمدی. چیزی اونجا اگه روشن هست، تلفنی چیزی روی اینترنتتون هست، اونو لطف کنید خاموش کنید، چون بعضی وقتا این اینترنت و اینها اگه درست نباشه، مخصوصا اسکایپ جدید میگن خیلی بندویت لازم داره. حالا شما صحبت کنید. پس شما میگین همچین چیزی نگفتید؟ نه ببینید، عرض کنم که نه، صحبت این نبود که دروغ گفته یا نه، بحث این بود که گفتم آقای ترامپ شاید جز نادر رئیس جمهورهای امریکاست که هر قولی رو در دوره انتخاباتش به مردم امریکا یا به طرفداراش و هواداراش داد رو کم یا زیاد انجام داده. و من اینو بارها گفتم و بازم تکرار میکنم، ایشون جز نادر رئیس جمهورهای است که هر قولی رو که در دوره انتخابات به مردم داد و انجام داد. حالا هنوزم بعضی چیزها رو انجام نداده، داره انجام میده یا کم انجام داده، مثل دیوار چین اطراف مکسیکو، ولی در مجموعشون هر قولی رو داد انجام داد. خب اینو نمیدونم دیگه، شما بهش دروغگویی میگید یا راستگویی میگید، ولی اصلا بحث این نبود که ترامپ دروغگوه یا راستگوه. متاسفانه ما ایرونی ها گوشمون برای شنیدن حرفای به اصطلاح سیاسی مخصوصا خیلی دقیق نیست. یعنی وقتی من میگم آقای ترامپ به قولش عمل میکنه، یکی برداشتش اینه که ایشون دروغ نمیگه. بله، آقای نادر نادری نژاد سالها پیش گفته بود که ما ایرانی ها در عوضی شنیدن و عوضی گفتن شماره یک هستیم. حالا من سعی میکنم که با آقای مرتضوی به اصطلاح اون ویدیو رو یه بار دیگه نگاه کنن، ولی درباره همین که گفتید که ایشون به اون تبلیغات یا وعده های زمان نامزدیش جامعه عمل پوشون، خوشحالم که شما گفتی خب همرم انجام نداد. اما مثلا یکیش ماجرای دیوار بود، دیواری که میگفت مکزیک پولش میده، الان با پررویی میاد به مجلس میگه اگه این پول رو ندید من، یعنی اینا رو گرو میکشه، اگه این پول رو ندید من قانون مهاجرت رو نگه میدارم، اگه اون پول رو ندید این کارو میکنم. و یک کاریکاتوری هم کشیدن که من نشون میدم بهتون که بالاخره مکزیکی ها قبول کردن پول دیوار رو بدن. من ساکت میشم چون صحبت ما میخوایم در رابطه با ایران و آمریکا باشه، مخصوصا که شما در نیویورک به احتمال زیاد سفر آقای روحانی و گروه یا همراهانشون رو خبر دارید. چی فکر میکنید؟ آیا این امکان دید و بازدید آقای ترامپ با روحانی یا احیانا صحبتشون هست؟ آیا شما دستن در کار هستید نیستید؟ آیا از سفر خودتون میخواین صحبتی کنید برای ما؟ اینها رو خود شما هر کدومشه که دوست دارید بفرمایید. بله، متاسفانه امروز اینترنت شما خوب کار نمیکنه. این پایین اینکه پول این دیوار رو چیه کلی به یعنی ما سوهای تعرفه به گمرک روی کالاهای مکزیکی همکنون میلیاردها دلار از مکزیکی ها گرفته. حالا اینا خودش میگه اینا اون بخشی از اون پولیه که میخواستم از اینا بگیرم برای دیوار، ولی به هر حال ترامپ از این کارا هم کرده. نکته دیگه، خب صبر کنید آقای امیر احمدی، شما وقتی میگید تعرفه رو حتی اگر از مکزیک، ببینید تعرفه رو که از مکزیک نمیگیره، میگه رو وسایلی که از مکزیک میاد من تعرفه میکشم، همون کاری که ایران میکنه. این نداشته، کمی تعرفه وجود نداشت. قبول، امروز که وجود داره، هم برای مکزیک، هم برای کانادا، هم برای قبول متوجه میشم، هم برای چین. من میخوام از شما سوال کنم، من و شما
دوربینی که ساخت مکزیک بوده تا دیروز اگه می‌خریدیم 200 دلار، امروز اونا وقتی میفرستن من و شما باید بخریم 250 دلار. یعنی شهروند آمریکایی باید این پول رو بده. بله مکزیک میگه خب به این خاطر من کمتر بعدن میخرن، بعد از اون ور اونا هم همین کارو میکنن. کاری هم که نه، یه کاری هم که اتفاق میفته این نیست، لزوما اینجوری نیست. مکزیک کار دیگه ای هم میکنه که داره میکنه، اونه که به صادر کننده های خودش سوبسید میده. یعنی اگر قیمت 200 دلار بشه 250 دلار، من و شما دیگه اون دوربین رو نمیخریم. برای اینکه این دوربین تو اینجا فروخته بشه، دولت مکزیک میاد اون 50 دلاری رو که باید اینجا اضافه بده، یعنی میاد سوبسید میده، قیمت ها همون 20 دلار نگه میداره که خریدار امریکایی اون پول اضافه رو نده و دوربین رو بخره. این کلکایی که توی اقتصاد خیلی رایجه، یعنی اکثر کشورهایی که میخوان صادرات خودش نه حمایت بکنن این سوبسیدا رو میدن. و الان هم کانادایی ها و هم مکزیکی ها دارن این کار رو میکنن. خب اجازه بدین چون شما سر کارتون آقای امیر احمدی صادرکننده ها سوبسید میدن، چون شما سر کارتون با اعداد و ارقام هست، چون شما میخواستید رئیس جمهور ایران بشید، امیدوارم بشید یه روز، من از شما سوال میکنم اگه مکزیک سوبسید داد به کارخونه های سازنده و دوربین یا تلویزیونی که 200 دلار تا دیروز بوده فردا هم به دست من و شما برسه 200 دلار، آقای ترامپ از بابت این تعرفه از کجا پول میسازه که دیوار بسازه؟ نه ببین بحث اینه که مکزیک این پول رو به هر حال دولت مکزیک داره میده به سرمایه‌دار خودش، درست شد؟ این سرمایه‌دار با این پول میاد این کالا رو میفرسته به این کشور، درست شد؟ حالا نکته عکسش هم نگاه کن، عکسش هم اینه که امریکایی‌ها هم دارن الان روی کالاهایی رو که به مکزیک میرفته رو میدن، دارن یه رقمی میذارن. یعنی اونا میان برای اینکه چیز بکنن، برای اینکه بیان به اصطلاح انتقام بگیرن، همین کار رو اون بر میکنن. نکته ای که این وسط وجود داره اینه که یک پولی از جیب دولت مکزیک میره بیرون. حالا این پول عملا به کجا سر در میاره رو باید بعد دید. مثلا ممکنه سرمایه دار این پول رو برداره توی امریکا یه خونه بخره، یا میتونه بخواد یه کار دیگه، یه سرمایه گذاری بکنه. ولی به هر حال ترامپ کاری که داره میکنه این کشورها رو، یعنی مثلا مکزیکو، داره زیر فشار مالی میذاره. حالا این حرف درسته که این پول به هر حال تو جیب آقای ترامپ و برای دیوار نمیاد، بنابراین این ساخت دیوار هنوزم پولی میخواد که بعد از بودجه امریکا بیاد بیرون. خب اینم همون بودجه‌ایه که به قول شما ترامپ داره سر اون تو کنگره دعوا میکنه و گروگان کشی میکنه. نکته که من دارم اینه که این جریان به هر حال یک سر نداره، به این سادگی هم نیست. این مثلا بحث این نیست که شما فرض کنیم هفتیر برداری بریم بذاری پشت گردن دولت مکزیک ازش پول اخوازی کنی با اون دیوار بسازی. همچی حرفی رو هم ترامپ هیچ وقت نزد. ترامپ گفت که من یه کاری میکنم که مکزیک پولشو بده. حالا منظورش هم غیر مستقیمه. خب به حال این فرمول خیلی پیچیده تری داره. بعد حالا من نمیخوام واقعا وارد این میدون بشم. بیایم سراغ همون ایران و آمریکا، رابطه بین اینها. شما قبلا هم چندین بار تلاش کردین که یه رابطه دوستانه، حتی اگه دوستانه هم نیست اقلا از لحاظ تحریم و اینها کمتر بشه، و موفقیتش هم این بود که برجام درست شد، ولی حالا برجام معلق شده. شما چند مدت پیش نوشته بودید تا 3-4 ماه دیگه آمریکا و ایران باز با هم ملاقات میکنن. الان هم بعد از سفرتون هنوز همین عقیده رو دارید؟ ضمناً این پرچمی که پشت سر شماست برای شما مسئله ساز نیست؟ نه، من هیچ چیز ندارم که مسئله ساز باشه. من برای اینکه همه چیز روه، چیزی رو رو داشته باشی مسئله نداری، حتی قایم کنی مسئله داری. نکته اولش برای نه، من اصلا اینجوری فکر نمی کنم که
پرچم مسئله است. مثلا مشکل مون دیگه پرچم و این حرفا خیلی 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 گذشته. آقای سردی بسید که شما تو باغ نیستی، ما اصلا مشکل ما دیگه پرچم نیست. عرض کنم حضورتون که در مورد رابطه، ببینید من خب اول بگم که من بحث رابطه دوستی نیست، بحث عادی کردن این رابطه است. رابطه ایران امریکا غیر عادیه. کشورهایی که با هم حتی دشمن خونینن، جنگ دارن میکنن، با هم رابطه حفظ میکنن. شوروی اون موقع با امریکا در یک جنگ سرد و جنگ‌های نیابتی بودن، اما بزرگترین سفارتخانه شوروی توی واشنگتن و بزرگترین سفارتخانه امریکا تو مسکو بود. یا ایران با عراق 8 سال جنگید، 7 سالش با هم رابطه دیپلماتیک رو حفظ کردن. روابط دیپلماتیک جز دستاوردهای به اصطلاح بزرگ تاریخ بشره. ما هزارها همدیگر رو کشتیم توی جبهه های جنگ، بالاخره یاد گرفتیم که مذاکره کنیم، سر میز بشینیم، دیپلماسی بکنیم، در خونه همدیگه نماینده داشته باشیم و از این حرفا. من از یه دید خیلی فیلسوفیکال و تاریخی و انسانی میان وارد این میدون میشم، نه اینکه فقط حالا ایران و امریکا رابطه داشته باشن تحریم نشن یا فلان نشن. میدونید کشورهایی با هم رابطه دارن تحریم بازم میکنن. الان امریکا روی خیلی کشورها تحریم داره که رابطه خیلی دوستانه ای هم با اینا داره، بنابراین تحریم هیچ ربطی به این جریان نداره. تحریم یک وسیله دیپلماسی هم متاسفانه شده و متاسفانه میگم، برای که من قبول ندارم تحریم رو. هرگز هم تو زندگیم حتی یک بارم یک نوع از تحریم رو من از اینا حمایت نکردم. هرگز هیچ وقت طرفدار تحریم نبودم، همیشه مخالف بودم، باش مبارزه کردم و کماکانم میکنم، امروز هم مخالفم. و اینکه آیا ایران و امریکا با هم متاسفانه باز این اینترنت شما یک روزی با هم مذاکره میکنن، به قول خودمون آقای احمدی بذارید من دوباره به شما تماس بگیرم، اجازه بدید من با شما تماس بگیرم. یه اشکالی توی اینترنت هست که صدای شما رو هی قطع وصل میکنه. من الان قطع کنم بهتون زنگ میزنم. اینجا مینویسه پور نتورک کانکشن. من معمولا برای دوستان قبل از برنامه مینویسم که چیزهای دیگر رو قطع کنن و فقط از طریق اسکایپ، ولی فکر کردم چون ایشون هر روز برنامه دارن. بله بفرمایید، با شما هستیم. خب شما گفتید که دیدار اینها دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، ضمن اینکه آقای مرتضوی هم دارن تلاش میکنن تماس بگیرن، ولی میگیم بعدا خودشون با شما صحبت کنن یا یه توی برنامه. بفرمایید. بله عرض کنم حضورتون، داشتم عرض میکردم که به هر حال ایران و امریکا مجبورن جبر به اصطلاح که با هم یه جایی مذاکره کنن و مسائلشون رو مثل دوتا دولت متمدن و معقول حل کنن. به هر حال این وسط یه ملتی هم بنام ملت ایران در گروه این جریان هست. دولت ایران حق نداره که ملت رو در گروه نظر خودش بگیره، که من دوست ندارم با امریکا مذاکره کنم و بنابراین من اهمیت نمیدم مردم چه فکر میکنن. و اما البته خب نگرانی های هم هست، برای اینکه آقای خامنه ای هم چندی پیش گفت که مذاکره یعنی برجام اشتباه بود، که من گفتم نه برجام اشتباه بود، ولی به خاطر این اشتباه بود که مذاکره غلط انجام شد، وگرنه مذاکره درست بود. الانم من میگم مذاکره درسته، باید مذاکره کرد، ولی باید آدماش درست باشن، فکرش درست باشه، روشش درست باشه، هدف مشخصی داشته باشه و در جهت به وجود
کردن یک وضعیتی باشه که به نفع هم ملت امریکا و هم ملت ایران باشه. متاسفانه دلیلی که برجام شکست خورد، من از همون روز اولی که برجام شروع شد مخالف بودم باش، یعنی هیچ وقت من با برجام موافقت نکردم، با اینکه 32 سال تو رابطه ایران امریکا برای دیپلماسی زحمت کشیده بودم ولی مخالفت کردم با برجام، برای اینکه دیدم از همون اولش که این یک حرکت اشتباهیه، زبشش اشتباه، فکرش اشتباه، آدماش اشتباه و بعد اینکه اصلا اون موضوعش اشتباه، یعنی موضوع هسته‌ای رابطه ایران امریکا فقط هسته‌ای نیست که جریان خیلی عظیم و وسیع هست و حتی کشورهایی هم که درگیر این جریان بودن اشتباه بودن. شما فکر بکنید توی مثلا من همیشه میگم آقا آلمانی ها را سننه، با آلمان چی که توی قضیه هسته‌ای میشینه؟ اگه تو قضیه هسته‌ای باید نه عضو سازمان جزء اعضای دائم سازمان ملل، نه اصلا کاره ایه، فقط پول داره. از اون طرف عربا، اسرائیلیا، بقیه کشورهای منطقه که همسایه ایرانن باید تو این جریان بودن که نبودن، و این که نمیشه که به هر حال اشتباه اشتباه میشه و کارش هم اشتباه، عرض کنم که تولیدش هم اشتباه و بعدش هم خب از بین میره. برجام سرنوشتش هم همون شد که من پیش بینی کرده بودم همون روز اولش. خب بذارید اینو از شما سوال کنم، حاشیه نیست که حالا که برجام از بین رفت یا اون جریان اشتباه بود، باید ما مذاکره رو، اصل مذاکره رو هم منع کنیم یا نفی کنیم. آقای امیرعلی ببخشید من حرفتون قطع کنم، وقتی شما میگید افرادی که رفتن اونجا یا حتی کشورهایی که رفتن اونجا درست نبود، غلط نبود، من که شنونده هستم فکر میکنم که شما منظورتون اینه که اگر من مثلا صحبت کرده بودم، همین یکی از چیزاش این بود که شما گفتید خود آلمان نیاد، این یه چیزیه بین ایران و آمریکا، میخوام اینجوری. پیشنهاد شما چیه؟ آیا برای این پیشنهادی که الان میخوایم بدین صحبت کردین با کسی؟ آیا این ماهی که 25 همین گروه و هیئت ایرانی توی نیویورک هستن، شما هم دست اندر کار هستید؟ دوست دارید بگید، دوست ندارید میتونید نگید، بگید. در این رابطه نمیخوام صحبت کنم، نکته که من دارم فقط خیلی ساده است. من میخوام بگم اولا باید باشه، من دولت نیستم، ای کاش دولت بودم. من یه دانشگاهی هستم که یه فعالیت مدنی دارم سر این جریان و هدف من درک بهتری از رابطه دو کشور، معقول کردنه این رابطه، شفاف کردن مسائل و از این دست هاست و ادوایزم میدم، مشاوره هم میکنم و بقیه دیگه. من تصمیم گیر نیستم، دولتیه که باید تصمیم بگیره یا نظامیه که باید تصمیم بگیره کی باید وارد این میدون باشه، کیا لازمه، چه نوع آدمی لازمه، چه نوع روشی برای این کار لازمه و از این حرفا. یک چیز فقط میدونم، میتونم بهت بگم، ببین طرف ایران خودشون میگن ما 40 بودیم، من فکر کنم کمتر از 40 بودن تو تمام این مذاکرات. طرف امریکا به تنهایی 2000 بودن، یعنی 2000 طرف امریکا تو این مذاکرات پشت پرده بودن. تازه روسا چقدر بودن، انگلیسی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، چینی ها. یعنی در واقع این میدان برجام صحرای کربلا بود، یعنی امام حسین با اون یارانش رفته بود به جنگ یزید. شما در واقع آخرش هم همون میشه، آخرش هم امام حسین شهید میشه نه یزید. یزید با 10000 سرباز رفته بود با 72 از طرف امام حسین. آقای امیرعلی چون شما آدم شوخی هستید و دیدم گفته ها رو با طنز و شوخی هم قاطی میکنید، امروز خوندم بعد از این سینزنی های مختلفی که دیدیم که الان دیگه شده شعرهای هایده و اینا رو میخونن، بعضی ها مثل باله میرخصن و خیلی واقعا دیدنی این ویدیوها. یکی نوشته بود ای کاش این یزید
امام حسین رو نمی کشت و میذاش ایشون هم یا مثل سجاد به اصطلاح مریض میشد یا مثل امام هشتم انگور میخورد مسموم میشد و ما این همه مکافات نداشتیم. بعد اومدم روی فیسبوک شما نگاه کردم، شما نوشته بودید که یه آخوند به شما گفته که این ایرانی ها و شیعه ها این ماجرای عاشورا رو درست کردن که شادی ماه محرم رو از عرب ها بگیرن. حالا سوال اینه که مگه اونا شادیشون رو از دست دادن ولی این شیعه ها برای خودشون اینجوری در سر درست کردن و چقدر افتضاح الان حوضهایی درست میکنن توش پر از گل میرن میخوابن و اینها داخلش که واقعا دیدنش اصلا یه مقداری آدم فکر میکنه که مگر میشه قرن 21 یه سری این اعمال رو انجام بدن. شما میخوای درباره پیشنهادتون، خب گفتید اینا 40 تا بودن اونا 2000 نفر بودن، شما که نمیخواید 2000 تا ایرانی بیارید، احتمالاً به اونا میگید آقا اگه میخواید صحبت کنین تعدادتون کمتر باشه که بفهمیم کی چی میگه. هیچ پیشنهادی به آمریکا و اینا دارید یا فقط به قول خودتون چون جزوی یا عضوی از دولت نیستید صحبتاتون و پیشنهاداتون در حد یک پیشنهاد و یک مشاوره و مشورت هست؟ من به هر حال در چارچوب یه مشورته، من که جزء تیم امریکا یا جزء تیم ایران بودم یا خواهم بود و اصولا اعتقادی به اون جریان به اون معنا ندارم. من اعتقادم اینه که دو تا دولت باید بتونن با هم رابطه برقرار کنن و باید بشینن آدم ها سوادشون باشون. بله نمیدونم چرا ما امروز با اینترنت شما این مشکل رو داریم. من دیدم شما چیزا اونجا قوی و خوبه ولی یه اشکالی هست. اساس صدای شما قطع شده، تصویرتون فریز شده. بفرمایید یه بار دیگه اون جمله آخر رو که مردم یا ما باید با سواد و شعورمون. خب من تقریبا گفتم تیمی که درک میکنن که سلم اقتصادی دنیا رو میفهمه، که عرض کنم صنعت هسته‌ای رو میفهمه. یعنی شما درش آدمایی که قانون بلدن، روابط بین‌الملل، قوانین بین‌الملل رو میدونن. شما اصلا یک تیمی داشتید که اومده یه قراردادی رو امضا کرده که حتی متوجه نبوده که در این قرارداد هنوزم معامله با دلار ممنوع. یعنی تا اینقدر سطح درک غلط چیز و غلط و پایین بود که درم بعد از که رفته تمام سانتریفیوژاشو و زندگیشو از بین برده تازه متوجه شده که ما که نمیتونیم با دلار معاملاتمون رو انجام بدیم. هنوز ببین میخوام بگم اگر اینا یه دارم با شعور داشتن که میشستن و میدونستن که امریکا چیزی کشوریه وقتی که یه قرارداد نمیبنده تا کجاش چه کارهایی رو باید انجام بشه که بمونه. ببینید قراردادهایی که بین شوروی سابق و امریکا امضا شده هنوزم سر جاشونن، هنوزم کار میکنن. یه قرارداد خوب رو پای خودش باید نیسته، نه رو پای آقای جان کری یا آقای اوباما. یعنی میخوام بگم به قدری سطح این برخورد و این مذاکرات و دیدارها و حرفا و درکها اشتباه و کوتاه بود، کوچک بود که نتیجه جز این نمیتونست داشته باشه که برجام بره. حالا اگر امیدوار باشید که اینا با هم صحبت میکنن، گیرم که گروه آقای ترامپ، جان کری و اوباما و اینها نیستن، ولی گروه ایران که همونا هستن. اونو شما چه کار میتونید بکنید یا چه امیدی میشه بست به همونایی که همون اشتباه ها رو قبلا انجام دادن؟ خب من اینا من تو ده ها مصاحبه و نوشته دارم، این 6-7 ماه یک سال گذشته گفتم، هم تو ایران چاپ شده هم خارج از کشور. من اعتقاد دارم این تیمی که قبلا مذاکره کرد نباید به هیچ وجه وارد مذاکره با امریکا بشه. من اعتقاد دارم دولت روحانی اقتدار مذاکره با امریکا رو نداره. من پیشنهاد دولت نیمه نظامی دادم. من اعتقاد دارم باید نظامی های کشور مثل همین نظامی های
آقای ترامپ وارد این مذاکره باشن، رو میز باشن. الان شما در اینجا امنیت ملی کشور رو میز هست، طرف میخواد موشکات رو بگیره، میخواد تو رو محدود کنه، برگردونه در اون مرزات و از اونجا هم میدونید نیروهای تجدید طلب تو اینا رو داره مسلح میکنه. یعنی شما یک جریان خیلی خیلی به قول امریکایی‌ها تاپ و خشنی رو دل خودت میداری. میدونید شما که نمیتونید در یک دعوای به این نوع که سسول وارد میدون کنید، شما باید هم قطار باشه. همین من در خیلی از مقالات حرفی که میزدم این بود که یا مکن با فیلبانان دوستی، یا بنا کن خانه در خورد فیل. یعنی شما نمیتونی با ترامپ مذاکره کنی با تیمی که آقای روحانی داره، یا اون تیمی که با آقای ظریف آقای اوباما کار کرد. حتی اون تیم برای اوباما هم به نظر من مناسب نبود. به هر حال متاسفانه جمهوری اسلامی حکومت غیر شفافیه، این مذاکرات هم شدیداً غیر شفافه و میخوان پشت سر مردم باشه و به همین دلیل هم اعتماد نمی کنن. و افرادی جز اونهایی که با اینا اعتماد کامل 100% دارن و بنابراین نیروی رو که میارن وسط، نیروی کاملا 100% به قول امریکایی ها 100% از خودشونه و میترسن از هر کلمه ای که درز بکنه از این مذاکرات وحشت دارن. و بنابراین حتی سر دریای ایران، همون دریای خزر یا کاسپیان که من بهش دریای ایران میگم، اون دریا رو هم اون کنوانسیونشون رو همین کار کردن. این حکومت غیر شفافیه متاسفانه، هم با مردم خودش غیر شفافه، هم با دنیا غیر شفافه، اصولا غیر شفافه. درست برعکس اون چیزی که گفتن که حکومت شاه با مردم شفاف نبوده و ما میخوایم شفاف باشه. شما در صحبتاتون اشاره کردید که ترامپ و دنیا میخوان که موشکتو بگیرن و حتی افراد داخلی رو که تجزیه طلب هستن و اینها، اونا رو به اصطلاح تشویق میکنن، اسلحه بهشون میدن. همین چند روز گذشته چند تا اتفاق عجیب افتاد که حمله به اصطلاح به سفارت ایران، بعد حمله ایران به کردها، بعد امروز سفارت ایران توی یونان اگه اشتباه نکنم مورد حمله قرار گرفته و اینها. شما نظرتون در این باره چیه؟ بعد اون ماجرایی که گفتید دولت نیمه ارتشی یا نظامی، اون خطر کودتا رو به اصطلاح زیاد نمی‌کنه، چون همین آمریکا اتفاقا دو هفته پیش اینجا صحبت از کودتای داخلی بود، مخصوصا به این دلیل که آقای ترامپ افراد نظامی رو دور خودش جمع کرد. بله بله، عرض کنم خب این ایران که امریکا نیست، امریکا یک کشور جاافتاده دموکراتیکیه، نهادهای خیلی دموکراتیک داره. خب میفهمم که اینجا یه عده‌ای بعد نگران باشن که ارتشیا وارد میدون باشن، برای که اینا به هر حال یک کشوری هستند که تا مغز و استخونشون دموکراتیک از نظر نهادی. ما تو ایران اصلا همچین چیزی نداریم. به نظر من اگه تو ایران کودتا بشه یا نشه هیچ فرقی نمی‌کنه. مگه کودتا چه کار می‌کنه؟ کودتا همین کارو می‌کنه که اینا که سرکارن می‌کنن. مگه اینا فکر می‌کنید دموکراتن؟ نهادهای دموکراتیک دارن؟ نمی‌دونم چه کار می‌کنن. شما من گاهی تعجب می‌کنم که ایرانی‌ها چرا از کودتا تو ایران می‌ترسن، یا مثلا از نظامی‌ها تو ایران می‌ترسن. من کدوم نظامی تو ایران تو تاریخ ایران بدتر از اینایی بوده که سرکارن؟ نه جدی کی؟ این اصلا ما ایرانیای مالی خولیایی هستیم. یعنی اصلا وقتی که به ارتش و نظامی ها میرسیم یه دفعه انگار که یه عده آدم میدونی آدمکش حرفه‌ای اومدن این میدون وسط، و اگر اینا نیان بقیه همه چیز درسته. این ما باید اینو بذاریم کنار، این فرهنگ مبتذلیه، فرهنگ نظامی ستیزی، فرهنگ مبتذلیه تو ایران. و تصادفا باید روحیه و چهره نظامی ها رو تو ایران درست کرد، ساخت. ببین نظامی ها بودن که ترکیه رو ساختن، نظامی های بودن که کره جنوبی رو ساختن، نظامی ها بودن که تایوان رو ساختن، نظامی ها بودن که تایلند رو ساختن. در هر جایی که دنیا میریم نظامی ها که ساختن. حتی تو همین کشور که الان زندگی میکنی امریکا،
اولین رئیس جمهورش یه جنرال نظامی بود واشنگتن. نظامی ها مگه چی هن؟ مثلا گاهی تعجب میکنم، مثلا انگار که میدونی یه عده میان که دیکتاتور، کثیف، دروغگو، شارلاتان، بعد میان علیه نظامی ها حرف میزنن که جونشون رو توی صحنه نبرد میذارن، میان تو مرزها هستن دارن مبارزه میکنن. حالا بعد میان خودشون هم خیلی عوض میخوام توی لس آنجلس و واشنگتن و نیویورک کنار باران نشستن با دوستای دخترشون علیه نظامی های کشور حرف میزنن که دارن از کشور حمایت میکنن، دفاع میکنن. حالا یه عده نظامی هم هستن، یه عده صفایی هم هستن، یه عده انتظامی هم هستن که آدم های بسیار بدی هستن. من همیش شکی ندارم که درونشون آدم های خیلی بد هست، مثل همیش که بین خود ما هم آدم های خیلی بد، درست دقل، آدم کش تو بین ما هم هست، بین اونا هم هست. بنابراین ولی این نمیشه که ما میدونید مشت و نمونه خروار بکنیم و یک فرهنگ ضد نظامی در کشور ایجاد کنیم که یا تا از دولت نیمه نظامی حرف میزنی همه میپرن وسط، رعششون میگیره که آه امیر احمدی میخواد نظامی ها رو برگردونه. حالا چی میشه مگه؟ مگه نظامی برگرده چه اتفاقی میفته؟ چرا فکر میکنید نظامی ها مثلا از شماها بدترن که اصلا غیر ملی و همه چی هستی؟ برای من اینجوری فکر نمیکنم. من اعتقاد دارم که در ایران تصادفاً آینده ایران بهترین راهش الان در خیلی ممنون. پس چیزی که از به اصطلاح مصاحبه امروز میشه برداشت کنیم اینه که شما امیدواری که ایران و آمریکا بتونن، حالا حتی اگر صحبت ها دوستانه هم نیست، اقلا یه روابطی با بله نظرش عقلی نیست. من میگم راهش اونجا نیست، نظامی اونجا نیست، اما متاسفانه نظامی ها به طور تاریخی اونجا بودن، بخواهندن بود، رضا شاه یکیش بود. می‌دونید قبلا هم تمام بزرگان کشور ما همشون نظامی بودن، سران قاجار، سران نادرشاه، نمیدونم صفویه. اصلا ما غیر نظامی نداشتیم، کوروش. اصلا ما اصلا تو ایران ما غیر نظامی نداشتیم که حاکم بوده. آقای امیر احمدی، اینه که شما میگید یک شانس شما رو یکم کمتر میکنه برای رئیس جمهور شدن، چون شما نظامی نیستید، ضمن اینکه از خانواده هستید که خانواده امیر احمدی نظامی بودن. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. اگه صحبتی دارید بفرمایید، و اگر آمدید واشنگتن، چون میدونم شما سفرهایی میکنید به واشنگتن، حتما تماس بگیرید اینجا با هم باشیم. حتی اگر توی هتلی جایی هستید میتونیم بیایم اونجا با هم مصاحبه کنیم. خیلی متشکرم. من واقعا هیچ وقت به خودم فکر نمی کنم، من به ایران فکر می کنم. همیشه تمام زندگی معیار من منافع ملی ایران بوده، و اگر یک چیزی برای منافع ملی ایران متاسفانه باز امروز اینجوری شد میریم جلو، میدونید به یه جای دور هستیم. خیلی ممنون. بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم، به امید دیدارتون. خیلی ممنون که با ما بودید. خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز، با آقای هوشنگ امیر احمدی بودیم. شما میتونید روی فیسبوک ایشون هم باشون در تماس باشید. وقتی که با ایشون صحبت میکردم آقای مرتضوی تماس گرفت، ولی بذارید قبل از اینکه پیام آقای مرتضوی رو پخش کنم، چون در رابطه با صحبت ایران و آمریکا هست، این کاریکاتور یا کارتونی که امروز برای من یکی از دوستان فرستاده بهتون نشون بدم، که گویا از یکی از روزنامه‌های ایران، فارس نیوز، فارس نیوز ایجنسی، این رو میدونید تو آمریکا میگن تمام گزینه‌ها روی میزه. ایران هم خیلی مظلوم یک کبوتر سفیدی رو آورده با یک به اصطلاح شاخه کوچولوی از زیتون، علامت دوستی و اینها، نوشته گزینه ما هم روی میزه. آمریکا گفته گزینه ما روی میزه، یه موشک گذاشته، گفته کلی گزینه هم زیر میز داریم. و این رو بعد یه وقتی که این مشکل ارتباط ما رفت بشه با آقای امیر احمدی، دوباره با ایشون صحبت میکنیم. یک به اصطلاح کاریکاتور دیگه هم هست که اینا توی آمریکا کشیدن،
و من میخواستم راجع به این نقاشی که برای آقای امیر احمدی انجام دادن و در نگاه اول شباهت ایشون به آقای مصدق هست توی این نقاشی که کشیدن صحبت کنم، که هم یادم رفت هم وقتی که یه اشکالی تو اینترنت هست آدم خیلی حال و هوای درست حسابی نداره. بله، این صحبتی که یکی از چیزای آقای ترامپ بود و اون بیس خیلی این رو هی دنبال میکرد که ما میگیم مکزیک دیوار بسازه، حتی مثل توی سینزنی ها میگفت کی دیوار بسازه، اونا میگفتن مکزیک، کی پولش رو بده، اونا میگفتن مکزیک. مکزیکی ها گفتن بابا ما خسته شدیم، باشه دیوار میسازیم، ولی ما بنا هستیم، ما معمار هستیم، نوع دیوار رو ما تعیین میکنیم. این هم دیوار مکزیکی ها برای آمریکایی ها. نوشته Mexico has finally agreed to pay for the wall. بالاخره مکزیک توافق کرد که پول دیوار رو بده. اینم آقای ترامپ. این عکسش خیلی جالبه، وقتی از یه چیزی ناراحته توی این میتینگ ها میشینه دستاشو اینجوری دستا رو به سینه میکنه و بعد اینجاش از بس چاق و چربی داره یه شکل خیلی زشتی به خود میگیره. آقای مرتضوی چون ژورنالیسته و پیگیر کار هست پیام گذاشته، اجازه بدید من پیام ایشون رو پخش کنم، بعد اینو برای آقای امیر احمدی هم میفرستم، اگه ایشون هم خواست میتونه جواب بده، چون میگه که آقای امیر احمدی به شهرام و همایون گفته که ترامپ ممکنه به دیگران دروغ گفته باشه ولی به مردمش دروغ نگفته. خب این که نمیشه آقای امیر احمدی که به اصطلاح درو و درنگ باشه، یه جا برای مردمش بگه یه جا برای اون. بعدم من این رو هم قبول ندارم، ترامپ به مردم خودش هم دروغ گفته. بذارید من این تصویر رو خاموش کنم اینجا. بله، ترامپ به مردم خودش هم دروغ گفته و نه یکی نه دوتا، که همین امروز اگه شما بنویسید به اصطلاح false claim، یعنی من یه چیزی رو غلط بگم به مردم، اولا روشون نمیمد بگن پرزیدنت آمریکا دروغ میگه. اینقدر این دروغ گفت که دیگه الان توی رادیو تلویزیون ها قشنگ میگن این اینقدر دروغ گفت. با هم گوش میکنیم صحبت آقای سربی. توی دستیت هم پیام میذارم، این آقای امیر احمدی پیام میگه فقط با شهرام و همایون طرفه. قربونت به ما چیزی نداری، اینم صدای خودش، گوش کن ببین میگه یا نمیگه. بابا ایتام بزرگترین توضیح ترامپ اینه که به مردم ایران تایم به مردم امریکا تا به امروز دروغ نگفت. ممکنه به کانال های تیوی و خبرها بگه فیکن. آقای امیر احمدی عزیز من، این چه حرفی شما میزنی؟ ممکنه به کانال های تیوی دروغ بگه ولی به مردم دروغ نگفته؟ یعنی چه کار میکنه؟ به مردم میگه اونایی که مردمن فعلا برن تو اتاق اونوری، من فقط برای کانال های تیوی صحبت میکنم. مثل فیلم هایی هست که قبلش مثلا یه صحنه بدی داره، طرف میگه که بچه هاتونو یا بگید، میگه این صحنه دلخراشه، یا بچه هاتون از اتاق برن بیرون یا نگاه نکنید و اینها. این چه حرفی که شما میزنی آقای امیر احمدی؟ که ترامپ ممکنه به تیوی و اینها دروغ گفته باشه ولی به مردم خودش دروغ نگفته. آقا 330 میلیون مردم از طریق همین تلویزیون هایی که ایشون دروغ گفته و من الان بهتون نشون میدم که ترامپ چقدر تا حالا دروغ گفته از اینجا داره میگه. من نمیدونم شماها هم یه دفعه عوض شدین سفر به لس آنجلس و اینا میکنید، واقعا تعجب میکنم که یک نفر مثل آقای امیر احمدی. ببین آقا، این واشنگتن پست میگه پرزیدنت ترامپ has made 4229 false or misleading claims in 558 days. در 558 روز 4229 تا دروغ یا مسلید. مثلا اینه، اون دفعه گفت که این
فلانچی در 100 سال گذشته اتفاق نیفتاده و من به فوری خودشون اومدن گفتن که این باید میگفته 10 سال گذشته. اون درباره چیز هلسینکی که رفته بود با ماجرای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا گفت من دلیلی نمیبینم که روسیه دخالت کرده باشه. بعد گفت من توپق زدم، منظورم این بوده که دلیلی هم نمیبینم که روسیه دخالت نکرده باشه. بعدم حالا داشت برای مردم توضیح میداد، میفهمید که وقتی دوتا منفی توی جمله میاد مثبت میشه. آقا ما میفهمیم، تو هستی که نمیفهمی آقای ترامپ، تو هستی که باید رک و راست عکس اوباما رو نگاه کنید با پوتین، یه نفر بفرسته تا اینجا نشون بده نگاه اوباما و بهش گفته کاریداف. دیدید بعضیا به بچه‌شون میگه دیگه کاریداف، مثلا سر صدا نکن برو اون ور، یا ساکت باش، یا تو دعوا به یه نفر میگه کاریداف. اون وقت این من نمیدونم چه چیزی از ترامپ دارن که این رو اینجوری مثل موم تو دست نگه داشتن و این میترسه از روسیه. بعد آقای امیرعبدی یک کمی من باید با شما بیشتر صحبت کنم و یادتون باشه تلویزیون های لس آنجلسی رو فقط شاه اللهی ها نگاه نمی کنن، افراد دیگه هم نگاه می کنن، خیلی هاشون با سواد هم، خیلی هاشون محقق هم، خیلی ها میرن دنبالش. اینی که شما میگید که حسن ترامپ اینه که تا امروز به مردم دروغ نگفته، اولا اینجوری باعث میشه که شما مردم آمریکا رو دو قسمت کنی، یه عده مردم ترامپ هم، همون 37% که هنوز قبولش دارن. آقا 37% اینو قبول دارن، رأی اکثریتو که نیاورده، 3 میلیون رأی کم آورد. خب با این سیستم افتضاح آمریکا که هنوز فکر میکنه مردم بی سوادن، اونا تصمیم میگیرن آقای ترامپ رو فرستادن اونجا با اون پولای، با اون کارهایی که انجام داده بلد بود چجوری از رادیو تلویزیون ها سوء استفاده کنه. و این ماجرای گزینه نظامی روی میز برای ایران به دلیل اینکه کوروش نظامی بوده، نادرشاه نظامی بوده، رضا شاه نظامی بوده، همونا نظامی بودن که امروز اینجوری شده تو ایران. و همینا هم درسته که چی میپوشن، چی به اینا میگن، ملکی نه یه چیز دیگه میگه، دمپایی ها چیه، آخوندا میپوشن. درسته که پوتین نپوشیدن، ولی از اونایی که پوتین پاشونه اینا دارن بدتر عمل میکنن. همش هم دلیلش همی که ما قبول داریم باید نظامی باشه، توی مصر نظامیه، توی لیبی اون جنرال دیوونه قذافی یه آدم خوبی بوده، یه ارتشی خوبی بوده، همچی که حکومت گرفت دسته شد یه دیوانه روانی با اون قیافه. قیافش رو نگاه کنید وقتی یه جوون افسری بود تا بعد که شده بود والا چه میدونم مثل این سسولای دوره شاه بود، توی ایران بهشون میگفتن ابنه‌ای. نمیدونم الان هم موذیانه رژیم ایران و خامنه‌ای رو لشکر حسین و آمریکا لشکر یزید تشبیه کرد، توی دسته لشکر یزید نشسته امام حسین در ایران خلق میکنه. آقای امیر احمدی یک دلال کارچاق کن هستند که هم از توبره و هم از آخور میخورن. من نمیدونم منظور شما از دلالی چیه، ایشون اینجا استاد دانشگاه است، من رفتم اون دانشگاه رو دیدم، اون دفترش رو دیدم، آفیسش رو دیدم، شاگرداش رو دیدم، شاگردایی که دفترش کار میکنن دیدم، و حتی یه دفعه یه نعلین، بله نعلین مال آخوندار رو میگه، یه شایعه ای بود که دختر ایشون گویا به اصطلاح در کیش یا یه جایی داره کارخونه میسازه یا خانه سازی میکنه و اینا، ایشون خندید و گفت دختر من اینجا کار میکنه، شغل خودش رو داره و هیچ علاقه ای نداره که در ایران یا سرمایه گذاری کنه یا به اصطلاح کارهای اینجوری که رانتخاری به اینا نمیگن، یه چیزای دیگه میگن، آقازاده ها و اینا معمولا دستن در کار هستن. اینم از این. و نظر شما چیه دوستان؟ آقای هوشنگ امیراحمدی درست میگه، باید نظامی ها بیان به سر کار، چون تو ایران یه قسمتی از اونا هم میگن بله نظامی ها باید بیان، ولی کدوم نظامی؟ پاسدارا. خلاصه اوضاع خیلی خطرناک. خب ببینیم که
دیگه چی داریم برای شما اینجا؟ زمین یک ساعت 3:48 است. یه خبر خوب دارم براتون. امروز یه ساعتی که استراحت کردین و تلویزیون های دیگر رو دور زدین و دیدین هیچ تلویزیونی بهتر از اینجا نیست، برگردید همینجا با آقای پرویز مینویی با شما خواهیم بود. اتفاقا دیروز با ایشون که صحبت کردم گفتم من ویدیوهای شما رو مال 3 هفته گذشته رو نشون دادم، این هفته هم چهارشنبه معمولا صبر میکنم چون تلویزیون ها مثل ما نیستن نیم ساعت بعد یه ساعت بعد بایگانیشون برقرار باشه، یه روز بعد دو روز بعد، ولی الان امروز یک شنبه است و هنوز ویدیوی شما اونجا نیست. بذارید من یه نگاه کنم ببینم الان گذاشتن یا نه. این کانال 1 و آقای مینویی، این هم لینک اون صفحه. بذارید من صدا رو ببندم ببینم که نه خیر هنوزم نمیبینم. برنامه های دیگه هست، جنبش سموکلار دموکراسی و پیروزی با حسن اعتمادی. دوستان این برنامه های حسن اعتمادی رو اگه میبینید، این مردک کسیه که پول از پنتاگون خودشو بچهش پسرشو دخترش گرفتن و این یکی از بنیانگذاران تلویزیون من و توه. برید اصلا بعدی که پولشو قطع کردن آمد گفت، برید اینا رو ببینید. در صورت من هنوز اون ویدیوی آقای مینویی رو نمیبینم. ناگفته نماند، بعضی وقتا توی برنامه ها ضبط و پخش و اینها یه دفعه میبینی ویدیو خراب میشه یا دیفکت میشه. بله آخرین برنامه رو که میبینم آقای مینویی 9/5/18 یعنی 5 سپتامبر 12 روز قبل هست که نیذاشتن. با آقای مینویی گفتم نکنه شما هم مثل آقای فروزنده یه چیزی گفتی که با طبع دوستانی که یا در کانال 1 دستن در کار هستن یا بالاخره اعمال نفوذ میتونن بکنن، ممکنه این مورد علاقه شون نبوده نیذاشتن. خندید گفت نه انشالله که اینجوری نیست. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت نیویورک، یعنی دقیقا 70 دقیقه دیگه، 1 ساعت و 10 دقیقه دیگه با آقای پرویز مینویی خواهیم بود. شما هم اگر مایل هستید در برنامه ما شرکت کنید، مهمان ما باشید و اینها، میتونید تماس بگیرید بیان. یه عکسی رو برای من فرستادن، چون من خودم گاهی وقتی عکس میگیرم و این اتفاق میفته و مخصوصا دیدم که خانوم ها این مثلا کرستی که پوشیدن نور فلش از داخل پیرنشون رد میشه و اون کرست و اینا پیدا میشه، این عکس رو وقتی من دیدم یاد اون افتادم، ولی حالا نمیدونم واقعا این درسته یا فتوشاپه. من نشون میدم، اگر شما تشخیص میدید بگید که فتوشاپ هست یا نیست. اینجا هم به این صورت بنویسم مسلم، یا این کلمه مسلم هم بعض وقتا ما مثل مسلم مینویسیم. بله این عکس هست اینجا، اجازه بدید بیاریمش اینجا یکم هم بزرگترش کنیم. اگر عکس معمولیه خب حالا اون کسی که اینو پخش کرده اقلا یه کاری کرده رو صورتشون رو از این چیزا زده که شناخته نشن، ولی اگر درست کردنیه این کار خیلی بد و غلطیه به نظر من. حالا ما اینجا به شما نشون میدیم که شما ببینید این بنده خدا وایستاده اینجا سر پوشیده و لباس پوشیده، ولی نور فلش از داخل لباس رد شده. این لباس های توری هست که توری هم نیست، بافتنیه، ولی بعضی وقتا اینجوری میشه. این من اینو خط بزنم عکس مسلم، و برای اینکه با فرهنگ و عقاید مختلف در دنیا آشنا بشی، ببینید یه جایی وقتی میخوان به یکی توهین کنن میگن مرتیکه گاو، درسته؟ حالا ببینید همین گاو توی فرهنگ های مختلف چه نقشی داره یا چجوری به اصطلاح باهاش برخورد میکنن. ببرمتون اسپانیا، توی اسپانیا این بالا نوشته توی اسپانیا، میدونید که یک مسابقه ای دارن که گاوا رو ول میکنن توی کوچه،
و میدوند، این گاوا میان دنبال مردم. بعد گفته توی افغانستان آدما دارن میدوند دنبال گاو، توی هند مردم به سجده افتادن و عبادت میکنن گاو رو، بعد میگه توی ایران باز مردم همین حالت ولی گاو براشون سخنرانی میکنه. این احتمالاً برای نماز جمعه اینو درست کردن، چون پشت تریبون و اینها باید اصلا هم دستش میدادن. خب ببینیم که دیگه چی داریم براتون. گاو و پیپل و زندگی. حتما اونایی که سنشون مثل من هست این جوک رو شنیدن که میگه اگر اون شعری بود میگفت سن که رسید به 50 فشار میاد به 50 و اینها، بعد گفتن که اگر بیدار شدی صبح دیدی دست درد نمیکنه، پا درد نمیکنه، جایی درد نمیکنه و اینها، یک کمی شک کن، ممکنه مرده باشی و خودت هنوز خبر نداشته باشی. یعنی این دردا رو به فال نیک بگیری. میگه وقتی پا به سن میذاری دمر میخوابی دستت خواب میره، میشینی باسنت خواب میره، دراز میکشی خوابت نمیبره، خوابت میبره جیشت میگیره، میری جیش میکنی تشنت میشه، آب میخوری جیشت میگیره. آخه اینم شد زندگی. اینم دوستانی که بیکار هستن میشینن اینا رو درست میکنن و خب ما هم به شما نشون میدیم. ولی آقای امیر احمدی هم درباره دریای خزر صحبت کرد، ما چند بار قبلا صحبت کرده بودیم اینها، بذارید بهتون نشون بدم این 50% رو. ببینیم شما هم با ما موافقید، با آقای آریانپور موافقید، یا اینکه جز اونایی هستید که یه جا دیدم طرف میگفت که آقا ما چرا باید به با اون کشورهای دیگه احترام بذاریم، کشورهای دیگه که اومدن حالا چیز تیک تیک کردن، بگید روسیه رو تیک تیک کردن، کردن 4-5 تا، دو تا عکس من به شما نشون میدم. طبق گفته های آقای آریانپور این چیزیه که توی ارتش شاهنشاهی به ایشون یاد دادن که شما که تیمسار نیرو دریایی هستی یه خط فرضی بین قسمت غرب ایران و شرق ایران بکش و این قسمتی هست که از دریای مازندران مال ماست و ما دیگه بیشتر جایی نمیریم. حتی ماجرای دو ویزا و اینها رو گفتن که اینجوری شده. بله آقای فرخ هم می‌نویسه که نظامی یا ارتش نبود، ایران نبود. چرا آقا بود دیگه، آقای نادرشاه نظامی نبود، آقای رضا شاه نظامی نبود، تمام این قاجار و اینا از صبح تا شب شمشیر می‌بستن، شب هم با چکمه و شمشیر می‌خوابیدن، اینا نظامی نبودن. آقای کوروش نظامی نبوده، در اصل نمیدونم منظور شما چیه. برگردیم اینجا، این یکیه. ولی یه چیز دیگه که این دوستان فیسبوکی نشون میدن اینه، 50% دوم بیارمش اینجا ببینم درسته. بله این عکس یه نفر کشیده، میگه آقا اون نصفه‌ای که ایرانی ها میگن اینه. تو رو خدا دوستان این عکس شما فقط نگاه کنید و به خودتون فکر کنید کدوم عقل سالمی میگه که از اول اومده از اینجا، از کجا تبلیس کجاست، اومده یه خطی کشیده به این صورت ایران رو ادامه داده تا این بالا، یعنی گرجستان و نمیدونم باکو و اینا رو میگه جزء ایرانه، بعد میگه دریای خزر اینجوری نصفش مال ماه. یعنی این آقایی که توی گرجستانه میخواد بره کنار دریا لابد باید، یا آذربایجان اون بالایی، ببین اینجا جورجیا این هم گرجستانه، اینا باید بیان از ایران اجازه بگیرن میخوان برن پاشونو بزنن اینجا تو آب، نمیدونن. و بعضی هم وقتی بهشون حرف میزنی، اتفاقا اون روز آقای زرابی یه کمی ناراحت شده بود، نوشته بود که آهان پدرام طنازی میگه منظورش سپاهیان مفتخوره، منظور کدومشون، منظور فرخ یا منظور امیر احمدی؟ پدرام تو هم حرف نزن که من ازت قهرم، برو اصلا همشهریگریمو میخوام با تو قطع کنم. و اما چی میخواستم بهتون بگم، آره این آقای زرابی یه ویدیوی هم درست کرده براش نوشتم، آخه نازنین شما که با آقای عمو هوشنگ کار کردی و اینها
حیف نیست فیلم ها رو اینجوری درست میکنی؟ آخه این فیلمیه که شما جوان ایرانی، جوانی که دو سه تا تلویزیون کار کرده، جوانی که هر روز برنامه میذاره، زنده مرده، زنده دو نفره، زنده سه نفره، اینجوری این تصویر، این صدا هست که به مردم میدیم. بعد گفت که ببخشید اینجا نور زیاده ولی نمیدونم چرا اینجور شد. اتفاقا منم همین رو برای شما کشیدم. آقا این چراغایی که شما پشتت روشن میکنی، یعنی اینو وقتی که میخوان با یه نفر مصاحبه کنن، طرف میخواد شناخته نشه، بهش میگن سیلویت یا سیاه قلم، میان پشتش تا اونجایی که میتونن نور زیاد میکنن که دوربین اون نورا رو که میبینه این سیاه بشه. در اصل دیدم آقای زرابی، بعد دیدم برای من نوشته که پس شما میگید ما چه کار کنیم، ما هیچ کاری نکنیم. گفتم آقا من اینو به شما نگفتم، رضا پهلوی به شماها گفته اگر شماها طرفدار و دنبال روی من هستید هیچ کاری نکنید تا ایشون بهتون دستور بده. و از این نوشته های چیز یه عکس دیگه بهتون نشون بدم، اینم با مزه و با نمکه. میدونید ایران گربه، همیشه هم تو نقشه ها به ما میگفتن نقشه ایران مثل یک گربه ای هست. قشنگترین گربه ای که من دیدم مثل نقشه ایرانه اینه. بذارید من بهتون نشون بدم اینجوری کامرای دو کپچرش کنم براتون. و این و نوشته گربه ایران ما در دوران خوش گذشته. اینم از این، حالا میارمتون گربه ایران شما رو بهتون نشون میدم در الان. اینم نوشته گربه ایران ما، گربه ایران ما گرفتار آخون. بله اینم این. کی نوشته خله؟ بنویس کی خله، نگی پدراما و دعواتون میشه. بله اینم از این. این کامرای دو میگه گربه ما زمان خوش گذشته. اینم گربه ما در این زمان. و بیارمتون اینجا دیگه کم کم که چه عرض کنم، ساعت 4 شد، ازتون خداحافظی میکنم. یه ساعت دیگه با آقای پرویز مینویی با شما خواهم بود. اینا رو که نشون دادم اینجا خط بزنم، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 تا عکس دیگه مونده. و میدونید که میگن هر عکس یک عکس گویاتر از 1000 کلمه هست. به همین خاطر که من بعض وقتا سعی میکنم زنگ تفریح برنامه نشون دادن عکس باشه. این یه ساعت بین الان و ساعت 5 من تمام این برنامه ها رو میخوام خاموش کنم، یه لیف و صابون بهشون بزنم. یه سیمی داریم باید عوض کنیم، این مودم جدید رو از اونجا بکشیم بیاریم اینجا که دائم چراغاش و اینا رو ببینیم. این یک ساعت احتمالاً برنامه مرنامه‌ای نخواهیم داشت. میگه که شما ارتشی بودی، بعید از شما، من پدرم ارتشی بود و ما را با اسب از عرص رد می کرد و مگی این که خواب هفت تیر سرش می گذارد. من اصلا رابطه این رو نمی فهمم. آقای مجید میگه شما این رضا زرابی خلوچل رو زیاد جدی گرفتی. اب نداره، من تو هم زیاد جدی گرفتم تا یه نفر دیگه بیاد بگه این خوشنودی خلوچله. آقای فرخ، ارتشی بودن من قابل مقایسه با ارتشی بودن پدر شما که اون به اونا میگفتن، به ما میگفتن وظیفه، که غلط هم بود. من هیچ وظیفه ای نداشتم، ما خدمت کردیم و اونم غلط بود که به ما حقوق نمیدادن. و من به خاطر اینکه 2 سال توی ارتش بودم که هر روزش دلم نمیخواست باشم، مخصوصا ما که خوردیم به حکومت نظامی و اینها، فرق میکنه. و شما میگید شما ارتشی بودید، بعید از شما. خب من نمیفهمم یعنی چی بعید از من. چه چیزی من میگم که شما قبول نداری؟ شما اون رو بنویسید. این که من میگم حکومت نظامی نباید باشه، اگه باشه میشه مثل مصر، میشه مثل لیبی و میشه مثل آمریکا که الان ترس افتاده جون مردم. بله آقای واشنگتن وقتی که نظامی بود و جنرال بود و کودتا کرد، آقای امیرحمدی کودتا کرد بر آقای واشنگتن، نظامی انگلیس بود، کودتا کرد. شما میخواید کودتا چی بیارید؟
برید خانواده امیر احمدی رو بخونید، اینا ارتشی بودن و وقتی یه نفر ارتشی باشه فکر میکنه همیشه باید یه دیکتاتور داشته باشه و این رایجه تو خانواده ها. میگن که ببین پدر خانواده هم دیکتاتوره، ببین مادر دیکتاتوره، اگه دیکتاتور نبودن ما نمیرفتیم به زبون خوش مدرسه. ساعت 5 با شما خواهم بود. بله خیلی ممنون. مادرم من متوجه نمیشم. آقای فرخ میگه آقا فرخ تو رو خدا تلگرافی ننویس، اولا سعی کن فارسی بنویسی، اشکال از منه که تو برنامه اینا رو میخونم، نباید بخونم، فارسی بنویس یا فارسی صحبت کن تا من در برنامه آینده پخش کنم. شما میگید که آها پدرتون میرفت این ورنو ورن، مادرتون هفتی میذاشته زیر سرش میخوابیده، مگر داشتن اسلحه برای خانواده ارتشی ها آزاد بوده؟ اگه آزاد نبوده چجوری خانواده شما اسلحه داشته؟ اذیت نکن، هی بیای جلو همه چی رو بگی، سوالات زیاد میشه، مشکل درست میشه برات. دوستان عزیز، از اینکه با تلویزیون مردم بودید، با برنامه سوربی با مردم بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون ما رو به دیگران معرفی کنید، برنامه‌های ما رو به دیگران معرفی کنید، خود شما هم میتونید در تلویزیون برنامه داشته باشید و یک ساعت دیگه، یک ساعت هم کمتر، 56 دقیقه دیگه با شما خواهم بود. روز و روزگار بر شما خوش. آهان میگن که شما از ارتش بدتون میومد. بله برای که به زور برده بودم اون ارتش، بعدم تازه به من گفتن وایسا، وقتی من توی هوا برد بودم گفتن تو خیلی مرتب و منظمی وایسا، گفتم آقا من دیوونه هستم 30 سال تو ارتش وایسم. این نظرم بود به سرهنگ احمدی، چیزی که فرمود احمدی فرنودی، گفتم خب آقا نظر منه، من از ارتش خوشم نمیمد، شما از ارتش خوشت میمد، اگه خوشت میمد چرا نرفتی؟ پس شما بدت میمده، چیز که از شما شهامت گفتنش رو نداری. من شجاعانه میگم اون کار سربازی 2 سال هی میگفتن طرف میره سربازی مرد میشه کار اشتباهی بود، حرف اشتباهی بود، چرا یکی از این خانواده پولدارا نمیرفت؟ شاید هم درست بود برای که همشون بعدن نامردن. روز روزگارتون خوش. شما رو در کجا میبینم؟ برنامه آقای چیز در پی حقیقت هست اسم برنامهش، آقای مینوی. مرسی. اند